خب بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. امروز دوشنبه است، اول ماه آپریل سال 2019 میلادی و برابر است با 12 فروردین ماه 1398. باز هم سال نو رو به شما تبریک میگم، به دوستانی که از کانون آوا و دیگر بنیاد و کانون ها با ما هستند و اینها افرادی بودند که در سازمان مجاهدین سالهای سال جوانیشون رو اونجا گذاشتند در پی امید و در آزادی ایران و ایرانی. بعدا متوجه شدند که این سازمان تبدیل شده به یک فرقه و تصمیم گرفتن جدا بشه. تصمیم گرفتن جدا شدن همان و تهمت و توهین و تهدید شنیدن از سازمان همان. قبلا هم با آقای حسن حیرانی بودیم از آلبانیا یا آلبانی و خیلی از شما دوستان خواهش کردید، خواستید از ما که دوباره هم با ایشون باشیم و خوشحالم که ایشون دعوت کانون آوا رو قبول کرده و با ما هست. آقای حیرانی سلام میکنم خدمت شما، سال نو رو بهتون تبریک میگم، بهتون خوش آمد میگم و امیدوارم سالی بهتر باشه از سالهای پیش. این شما و این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم در سر تا سر جهان، بفرمایید و بگید ببینیم تجربیات تلختون یا قصه قصه هاتون رو با ما در میون بذارید. بفرمایید، با شما هستیم. سلام آقای سروی جان، خسته نباشین، روز شما بخیر. منم عرض ادب و سلام خدمت شما یکایک یک بیننده ها و همچنین تبریک نوروز. امیدوارم سال باشه سرشار پر برکت از شادروزی ها و بهروزی ها برای شما و برای تمام دوستان و بیننده های عزیز. من در خدمتتون هستم، بفرمایید. خیلی ممنون. کانون آوا یک کاری رو که سالهاست به درستی انجام میده، موضوع و سوالات و تاپیک برنامه رو در پوستری می نویسن و در اختیار دوستان از چند روز پیش قرار میدن و شما هم در اون موارد صحبت میکنید. امروز به نظرم میاد که قرار هست، اجازه بدید من این بنر رو باز کنم، در 4 مورد صحبت کنید. اولیش هست شرایط و وضعیت نفرات جدا شده با افرادی که از فرقه رجوی جدا می شوند و می خواهند از تشکیلات مستقل باشند. یه مقدار بیشتر در این مورد برای ما توضیح بدید تا بعد اگر دوستان هم در فیسبوک مایل باشند سوالی کنند یا از طریق تلفن و تکس، شماره ها رو میذارم. راه تماس گرفتن با کانون آوا هم خیلی ساده است، هم از طریق فیسبوک هم از طریق وبسایت، و تازه اگر مشکلی هم داشته باشن میتونن با ایمیل و پیام و تکس با تلویزیون مردم تماس بگیرن، ما این پیام ها رو منتقل میکنیم. حتی شما هم صفحه فیسبوک خود تو اجازه دادی که ما نشون بدیم، در حین برنامه نشون میدم، درست 180 درجه برعکس سازمان مجاهدین که تمام درها تماس رو بستن و خودشون میگن و تبدیل شدن به یک بلندگوی پروپاگاندا، شماها حاضر هستید انتقادات، نظرات، پرسش های دوستان رو بشنوید و با کمال میل باشون در تماس باشید و پاسخ بدید. بگید ببینیم که شرایط و وضعیت نفرات جدا شده چیست و چه انتظاری میشه داشت. بفرمایید. آیه سوری، تمام نفراتی که بیرون هستن شرایط رو دو مدل شرایط داریم. یکی شرایطی این که خب به هر حال همه تو یک کیس قرار داریم و به هر حال سرنوشت نامعلومی که فعلا هنوز تو این آلبانی مشخص نیست که دست ما نیست. بخش دیگهش اون شرایط افراد که انتخاب خود افراده، بخوام مثلا خیلی خلاصه بگیم مثلا 3 دسته میشن. یه ده افرادی خب مثل من جدا شدن، اخراج شدن یا فرار کردن و هر صورت، ولی به هر حال تصمیم گرفتن که گذشته رو بازگو کنن، حالا افشاگری یا هر چیزی که میخوایم بگیم، به هر حال تنویر افکار عمومی یا اطلاع رسانی در رابطه با اون چیزی که اتفاق افتاده تو این فرقه مثلا بگن، که به قول این فرقه به ما میگن برید مزدور و فلان. از این یه دسته دیگه نفراتی هستن که خب نفرات بسیار خسته ای هستن که حالا اومدن از فرقه بیرون، حالا ما همه از کمیساریا پول میگیریم. اون دسته نفراتی هم که اومدن بیرون که خب نه به این ور کار دارن نه به اون ور کار دارن، خلاصه اصلا سعی میکنن آسته برن آسته بیان
به دلیل شرایطشون خیلی با ما صحبت میکنن که نه دیگه من خستم دیگه حوصلش ندارم تو رو خدا مثلا ول کن، من واقعا داد میکنم تو صدای ما هم هستی مثلا اینجور رابطه دارم با ما، ولی خب دیگه الان به دلایل خب اصلا این فرقه میره پول میگیره ولی خب کار نداره. یه عده دیگه هستن ارزن بزرگتون که ما بهشون میگیم بریده های ارزشی یا همین بریده های مریمی که هستن، اینا که از سازمان جدا شدن خب به هر حال یه پولی بیشتر میگیرن از سازمان، سازمان هم خب هواش داره، خب اینا یه کارایی میکنن براش، مثلا جاسوسی نفرات رو بکنن اطلاع ببرن، از این کارا اینطوری هستش انجام میدن که کمک میکنن به فرقه هر روزی برای ما یه سنگ اندازی تو این آلبانی تیرانا برای ما ایجاد بشه. ولی این سه دسته هستن دیگه و هر که دیگه همه با هم هستن دیگه، ولی خب به هر حال بخوایم چیز کنیم سه مدل انتخاب وجود داشته تا الان. بسیار ممنونم دوستان، به شما سلام میکنن. آقای محمدی اینجاست، آقای رزاقی اینجاست، آقای بیت مشعل برای من نوشته من رو هم اضافه کنید تا شما رو ببینم. من فکر نمی کنم احتیاج داشته باشید، ما کاری از اینجا انجام بدیم، خود شما میتونید بیاد به یک صفحه فیسبوک مردم تیوی یا صفحه فیسبوک شخصی من سوربی و این برنامه ها رو ببینید، یا دوستان دیگه اگه لطف کنن این کار رو انجام بدن من ممنون میشم. خب اجازه توی بدید یوتیوب هم آقای سوربی فکر کنم میزنن مردم تیوی آنلاین، این برنامه مردم تیوی تو یوتیوب هم هستش. بله بله مردمتیوی.com وقتی بله. باز میکنن اونجا نوشته برنامه زنده، روی اون بله. که کلیک میکنن اگه ما ساعتی باشه که برنامه زنده داریم برنامه های زنده رو میبینن، در ساعتی هم که برنامه ها به صورت بازپخشه میتونن بازپخشش رو ببینن. شما از لحاظ تکنیکی خیلی به نظر میاد که به روز هستید و من از این بابت خوشحالم که نتونست سازمان مجاهدین شما رو از تکنولوژی به اصطلاح زمان عقب بندازه. خب لطف کنید درباره توطئه های فرقه رجوی بر علیه افراد جدا شده برای ما بگید. البته آشنا هستیم ولی میخوایم بیشتر آشنا بشیم با این موضوع. بفرمایید. بله راستش رو بخواید حجم این موضوعاتی که سر این کیس نفرات جدا شده و این مشکلاتی که برای نفرات جدا شده خیلی زیاده که الان من الان مطمئن نیستم توی این برنامه همش مثلا قابل ارائه باشه یا نه. ببینید توطئه‌هایی که اینا ایجاد کردن خیلی توطئه‌های زیادی بوده واقعا، با صد و بندای زیادی که این فرقه داشته خیلی مشکلات زیادی پیش آوردن. ببینید مثلا همین محلی که ما خب رابطه های پنهانی خیلی زیادی سازمان ایجاد کرده اینجا، این فرقه به وسیله پولی که خب خرج کرده در سطوح مختلف و دوائر مختلف این آلبانی برال حتی سازمان حقوق بشری خب یک کارای اینطوری کرده. اولا مثلا ما حدود 7-8 ماه پیش تو این هتل شاتولیزا کرده، هتل نبود یه ساختمون چند طبقه بود که افراد جدا شده اونجا اسکان داده شده بودن، با چه وضعیت خب ناجوری اومدن دوربین حفاظتی اونجا رو برداشتن، برقا رو قطع کردن، بعد نگهبان اونجا رو اونجا یه جای پرت و تاریکی بود که اصلا شب فقط با چراغ قوه موبایلمون ما روشن می‌کرد می‌تونیم مسیر رو بریم و خیلی اصلا ترسناک پر سگ هم بود. بعد اومدن مثلا آب رو هم می‌خوان قطع کنن، یعنی با این شیوه دیگه خب آدما مجبورشن برن. ما اومدیم بعد این یک که واقعا ما سرش همه کارا رو هم گرفتیم واقعا همش باز به همین فرقه لعنتی میرسید. یک هزینه خیلی زیادی خود همین سازمان ملل ایجاد کرده بود، تو این هتل موندیال کلاس کاریابی برای افراد میذاشتن. این کلاس کاریابی در انتهاش قرار بود که یه وامی هم داده بشه، مثلا افراد تو این کلاس میرفتن که با مدرک این کلاس که یک سازمان سوئدی بود اومده بود اینجا که خلاصه افراد رو مچ کنند در بازار اقتصادی اینجا و اونایی که خب توانمندی بیشتری داشتن یا خودشون هم میتونستن پولی تهیه کنند یه وامی هم داده میشد، خودشون که مدعی بودن وام بلا عوضه که یک بیزینسی رو شروع کنن افراد. ما این خود این کار ما خبرش از داخل فرقه داشتیم که آقا از اینجا بری بیرون اینجور هم نیست وضعیت شرایط ناامید باشه، اصلا خود این امید ایجاد کرد تو فرقه که اصلا خود این سازمان ملل اینجا داره یه وام میده که افراد بیزینس های کوچیک بزنن، که ما سه نفر شده بودیم و قرار برای کارواش شده بود که همین مقداری خب پول از ایران برای ما داشت میومد و همین که
من تمام این کارواش و کار دیزاینش و محاسباش رو همه خودم انجام دادم و خیلی مورد استقبال چیز قرار گرفت همین مربیمون رو، و رفتیم تعیین هزینه کردیم تمام کارها شد و آخرش ما برای اخذ پروانه رفتم شهرداری. باور کنیم جناب سوربی، تو این شهرداری جایی از این شهرداری نبود که من نرفته باشم و صحبت کنم، که اینقدر به درای بسته برخوردم که آخرش یه خانم جوانی که دلش به حال من سوخت منو کشید کنار، گفتش که از این کار صرف نظر کن و این کار رو تو نمیتونی انجام بدی. گفت آخه چرا سرباز شما باید استقبال کنه؟ گفت چون نمیخوان تو انجام بدی، و حتی اگر که تو موفق بشی و با دادن رشوه و برات این کار باشر بزنی، هر روزی یه بامبولی سر تو میاد، تو این کار رو نمیتونی بکنی. که ولی من مصر بودم این کار رو انجام بدم، چون واقعا احساس میکردم بخشی از افشاگری من علیه این فرقه همین کار خواهد بود. که ما انهایی رفتیم جلوتر و کلن این کلاس کاملا تعطیل شد، بدون اینکه حتی مدرک اون کلاس رو به کسی بدن، بدون اینکه حتی کسی رو به سر کاری ببرن یا وام بخوام به کسی بدن. که بعد ما رفتیم با همین خب یه دوستان تو همین سطوح مختلف کارمنده سازمان ملل اینا پیدا کردیم، گفتن دیگه به ابراز شرمندگی خجالت میکردن، گفتن یه دست ما نیست و حالا هیچ تش در اومد که مریم خانم با روابطی که با آقای گوترز داره زدن فاتح این کلاس خونده که همه دیگه. چرا؟ چون اصلا به خاطر تشکیلاتش این فرقه میخواد که آدما، چون ببینیم یکی از اهرمایی که این فرقه افراد رو میخواد نگه داره توی تشکیلات خودش، اهرم ناامیدیه، افراد ناامید بشن نسبت. همین الان ما اخبار اطلاعاتشو داریم، هر روز بریفی میخونن تحت عنوان بریف بریده ها، که الان سازمان ملل پولو قطع کرده، اینا لباس پاره پوره میپوشن، نون ندارن بخورن. که چرا اونایی هم که قصد اومدن بیرون اومدن از این فرقه رو دارن، ولو با اهرام ناامید، خب باشه دیگه الان بریم، خب در به در کوچه خیام میشیم که چیکار کنم، حالا همینجا بمونیم دیگه، ما 60 70 سال از عمرمون گذشته. و برای همین تمام توانش و فرقه انجام داره میده که مبادا کسی اینجا یه سر و سامونی بگیره به لحاظ زندگی، کما اینکه الان هم داره پول میده که افراد از این کشور برن، چون اصلا نمیخواد کسی اینجا بمونه، نمیخواد که به هر حال افرادش میان بیرون مثلا چشون به ماها بیفته. و دیگه سایر توطئه ها هم که بخوایم در نظر بگیریم اینه که ما در رابطه الان وضعیتی که ما قرار گرفتیم، واقعا خب از خدا که پنهان نداشته باشه، پنهان یه سری وکلا خب افراد صادقی هستن، اینجا خیلی آدم انسان و متینی هستن، خب الان اصلا این رمسا، اصلا این کمیساری ها، اصلا این حتی خود دولت، خب میان میگن به ما که چه اتفاقاتی افتاده. چون که فقط وضعیتی که الان ما توش هستیم حاصل یک توطئه بسیار کثیف و رذیلانه و پشت درهای بسته توسط همین فرقه با سطوحی از دولت اینجاست. قرار بود که با ساپورت آمریکا ما به عنوان کسانی که 15 سال پیش شهروندان مورد نگرانی های سازمان ملل شناخته شده بودیم و 7 سال پیش در عراق ما مصاحبه اسایلم سیکر به حساب پناهجویی شده بودیم و به رسمیت شناخته شده بودیم، و در 3 سال پیش قرار شد که آلبانی به عنوان یک سرپل امن برای استقرار نهایی در کشور سالس باشه، حالا که افراد می‌بودن، خود وکیل ارشد اینجا به من گفتش که این پروسه داشت انجام می‌شد، ایده‌ای هم دیگه ما رفتن، ولی توی نقطه همه چی استوب خورد، کسی هم به ما چیزی نمیگه. من حتی خودم به عنوان وکیل ارشد بارها مراجعه کردم که آقا این قراردادی که میگین چهار جانبه است، همین قراردادو بگین. که گفت قراردادی وجود نداره، یا اگر وجود داشته تبدیل به خودش، حالا کلمه فنی میگفتش که ما بهش میگیم، که خود وکیل میگیم که پیمان جنتلمن ها در پشت درهای بسته، یه هم چیزی اینطوری. که خلاصه کار به جایی کشید، به کنترکت های این فرقه دست پیدا کرد، خب با دولت اینجا که تونست بیا تو اروپا بره یه انیمالز فارمی بسازه برای خودش و به هیچ کی حساب پس نده، و انبوهی هم سکوریتی اونجا استخدام کرده. همین چند روز پیش آقای اسکیل، یکی از معروفترین خبرنگارهای نروژی،
که ایشون دارنده قلم طلایی و چندین جایزه بین المللی دیگه است، رفته بود در اشرف، به طرز بسیار وحشیانه بهش حمله کرده بودن، به خودش و ماشینش و اینها، و حتی خیلی با وضعیت ناجور گفتم من که کاری نکردم، فقط اومدم ببینم میتونم با شما مصاحبه کنم، باشه میرم. به این صورت خب اینا همش توته است. وقتی که نفرات خودش اونطوری برداشته زندانی کرده، علیه ما هم همینطوری ادامه داره، واقعا توته ها ادامه داره که ما به هیچ سر و سامون نرسیم. الان دولت اینجا به هیچ وجه جواب نمیده، وزارت کشور میگه نه، من تنها در قالب یه اقدام هیومانیتریان اکشن، یه اقدام انسان دوستانه، سازمان مجاهدی رو پذیرفتم و شما که خلاصه از این سازمان جدا شدین، سپریت شدین، اینا به عنوان کیس جدید هستین و شما برین کمیساریا باید مسئله شما رو حل. ما میریم کمیساریا میگه که نه، ما دیگه بودجه نداریم و زمان ما تموم شده و ما شما برین با وزارت کشور مسئله حل کنیم. الان هم من با اطلاعات سه روز پیش، چهار روز پیش همه رو صدا زدن در سازمان رمسان، نماینده های چیز اومدن، نماینده های کمیساری اومدن و اعلام کردن که از پایان این ماه آوریل دیگه همه خدمات ما قطع میشه، حقوق سالاری تو که ما، که البته این خدمات که میگه خدمات دندان پزشکی، فیزیوتراپی پزشکی، همین دارو، اینها غیر از موارد ارجن، همه چی از سه ماه، دو ماه و نیم، سه ماه پیش قطع شده. فقط حتی کارت آبونه اتوبوس اینا همه قطع شده. فقط یک 30,000 لک معادل 235 یورو، 230 یورو ماهانه اینا میدونن که اینم میخوان از این ماه قطع کنن و برخی تو اعتصاب قضا هستن و به حال برخی که جدیدن دارن میرن تو اعتصاب قضا که حالا ما تلاش کردیم که کار نکنه، خب ولی خب قبول نکردن. به این صورت خیلی ممنون. آقای پرویز حنا میگن که اونهایی که از فرقه پول میگیرن جاسوسی افراد جدا شده هستن، اکتفا نمی کنن بلکه برای افرادی که هنوز در داخل مناسبات هستن جاسوسی می کنن و به نوعی از این طریق دارن افراد داخل مناسبات را کنترل می کنن. ضمناً ایشون هم سلام کردن، هم سال نو رو تبریک گفتن. آقای محمدی همینطور، می دونم ایشون در کانادا زندگی می کنه و آقای محمدی، مصطفی محمدی و همسرشون واقعا کاری انجام دادن در نوع خود بی‌نظیر و چهره واقعی سازمان مجاهدین رو به مردم آلبانی شناسوندن و آقای رزاقی هم سلام میکنن و سال نو رو تبریک گفتن و برای شما آرزو کردن که سیزده بدر خوبی هم باشه. دیدم که دیدار دوستانی که جدا شدن، دیدار عید در یک به اصطلاح محل خیلی خودمونی و خوبه که باز اقلن بعد از این همه سال که شماها رو مجبور کرده بودن هر چیزی که اونها میگفتن انجام بدید، حتی نمیتونستید با یکی دو نفر بیشتر صحبت کنید و میگفتن شما به اصطلاح دارید کاری برخلاف قانون کمپ و سازمان انجام میدید، حالا میتونید آزادانه با هم باشید و من باز هم به شما تبریک میگم. زمنان آقای رزاقی نوشتن که آقای سوربی، من مربی سرویس نگهداری و رانندگی کامیون و تریلرها بودم، بعد از سقوط صدام ملعون زهره اخباری یا اخیانی بله زهره اخیانی برای مربیان نشست گذاشت و گفت خیلی ها درخواست رفتن به کلاس را دادن، ما نمیخواهیم هر کسی را وارد کلاس کنیم چون میدانیم خیلی ها میخواهند اینجا یک سری کارها را یاد بگیرن که از سازمان جدا شدن بروند دنبال زندگیشون. خیلی ممنون. آقای زمانیانم از ایران بیننده برنامه هستن و هر وقت من سوالی دارم ایشون هم نوشتن که به اصطلاح به شما هم سلام میکنن و ایشون هستن پای برنامه ما. دفعه قبل من به اشتباه گفتم ایشون جزو سازمان مجاهدین بوده، خیلی عصبانی شد گفت آقا من یک روزم جزو این سازمان نبودم. سازمانی که قرائت کردم سازمانی که یک روز عضویت یا حتی هوادار بودن در سازمان اعتباری بود، ولی امروز میبینیم که به اصطلاح مردم اینگونه ازش منزجر هستن. خب من ممنونم از شما، اگر صحبتی دارید درباره دوستان بفرمایید.
فقط خدمتتون در رابطه با نکته که همین آقای پرویز حیدرزاده گفتن، حالا خود بازش کنم. چند وقت پیش یکی از نفراتی که از فرقه پول میگیره اومده بود و خیلی ناراحت بود. گفتم فلان تو چقدر ناراحتی؟ گفتش که واقعا ببین من رفتم این ماه از دفتر فرقه پول بگیرم، اینقدر اینا بیشرم و بیحیاهم به من گفتن که ببین این شماره همین حاج عبدالله هست، شبکه عبدالله پیامی که این تیرانا رو انداخته. گفت بعد گفتم خب چیکار کنم؟ گفتش که توی شهر که مثلا تردد میکنی از بچه های ما که میان، بعد هر جا هر کدوم از بچه های ما رو دیدی یه زنگ به من بزن بود تو فلان نقطه یا فلان خیابون من دیدمش. بعد حالا برای چیه این؟ بعد این نفر خیلی از کوره در رفت و بعد گفت که ببینید من از نظر شما یه بریدم که میگین بریده است و مبارزه رو نکشیده و به انقلاب خواهر مریم خیانت کرده و پاشو رو خون شهدا گذاشت و رو کله برادر مسعود گذاشت و از مبارزه خونبار پاشو گذاشته بیرون، بعد منو کردین جاسوس همون نفراتی که خودتون بهشون میگین گوهران بیبدیل، خودتون بهشون میگین مجاهد لمیرتاب، بعد من جاسوسی اونا رو بکنم برای شما؟ مثلا من خائن به انقلاب خواهر مریم؟ حالا موضوع چیه؟ سازمانی که اینجوری با کنترل‌های گشتاپویی و اینجوری داره نفراش چه این کنه؟ چون میدونین دیگه جدیدن چند ماهیه هر کسی که مثلا میخوام برم بیرون با فرماندهشون میرم بیرون، خب تازه برم با فرماندهشونه باید یه جدول پیمایش، حالا انگار میخوام برن یه عملیات اون برون مرزی بکنم، یه جدول پیمایش بدن که مثلا 48 ساعت قبل ما از فلان خیابون میریم فلان خیابون، بعد میریم فلان خیابون، بعد فلان خیابون، بعد برمیگردیم. اینا دنبال در آوردن این نقاطن که ببینن اون نفرشون از این خیابون این ورتر رفته یا اون ورتر نرفته. تازه یکی از نفرات میگفتش که ما جدول پیمایش دادیم که مثلا میخوایم بریم فلان جا با فرماندهمون مثلا 3-4 نفر، بعد گفتم فلان خیابونا نرید محل تردد خواهراست. بعد حالا اینم یه خورده آدم چیزی بود، گفته بود که آها تیرانا جزء مثل اشرف بزرگ محسوب میشه، چون تو عراق بودم اون بیابونه از میگفت اشرف بزرگ. ببینید چه وضعیت داغون عقب مونده و ارتجایی که مثلا تو فلان خال خیابون یه مملکت دیگه که از فلان خیابون نرین که خواهری مثلا رد میشه، حالا مثلا چه اتفاقی میخواد بین خواهر و برادر جلو اون همه آدم تو پیاده رو بیفته؟ بعد تو میخوای مثلا یک اسلام دموکراتیک و یک اسلامی با یک برداشت‌های بسیار بسیار مثلا مدرن و لیبرال به جامعه ایران ارائه بدی، تو در درون خانه چه کردی که با برون کنی؟ بفرمایید. شما خدا رو چه دیدی؟ شاید اینا تونستن آلبانی رو خیابونا رو زنون و مردونه کنه با این پولایی که میدن به مسئولین. خود تیرانا ببینید، چون که آلبانی میدونید دیگه یک کشور اسلامیه، جز کشور اسلامی محسوب میشه با 70% مسلمان، اینا خود آمدن به آلبانی و دیدن مناسبات مسلمان های آلبانی به لحاظ ایدئولوژیک برای سازمان مجاهدین یک ضربه ایدئولوژیک به همه نفراتش بود. چرا؟ چون ما تا زمانی که در عراق بودیم برداشت یا اسلامی که مثلا حالا مد نظر بود مثلا اسلامی که برای تو خاورمیانه با سنت هایی که مثلا وجود داره بگذاریم که ایران جلوتر از هم است به لحاظ فرهنگ اجتماعیش، بعد توی نشست مثلا مسعود رجوی مثلا از زنان مجاهد خلق به عنوان انقلابی های اسم می برد که مثلا فلان شیخ اومده یک لیست رو امضا کنه، بعد جلو خانومش گذاشتن امضا کنه، بعد شیخ خودکار رو برداشته امضا، همین شیخ عرب منظور، بعد شیخ عشیره، بعد فلان خواهر مجاهد گفته نه خانومت باید امضا کنه، گفته نیاز است من خودم به جای زنم امضا میکنم، بعد خودکار رو از دست این شیخه کشیده داده به اون خانومه، گفته نه این هویت داره خودش بود. بعد مثلا یه همچین چیزی گفتن، چیزی که نشون میدادن گفتن مثلا این خواهرای مجاهد چطور در نوک پیکان تکامل هستن و جامعه رو دارن تغییر میدن و مثلا برای آزادی زنها فلان. تا اینکه ما اومدیم آلبانی جامعه اگرچه حالا سنتیه به نسبت سایر اروپا، ولی به لحاظ این اکوالیتی بین زن و مرد و احترام که نسبت به خانوما قائلن اینجا، برابری زن و مرد دولتی اینا، بعد این خیلی ضربه بود برای سازمان، بعد چون اینا مدعی بودن که ما جلوترین برداشت از اسلام داریم، بعد
وضعیت لباس پوشیدن و رفتن و وجنات و سکنات افراد سازمان که مدعی اسلام دموکراتیک، اسلام انقلابی، اسلام دینامیک هستند، بعد در مقابل همین مسلمان آلبانی احساس تحقیر میکردن زن و مردش با هم دیگه، و خود سازمان هم واقعا دیگه حرفی نداشت بگه، چون اصلا توی همین مرکز شهر اسکندربیت که بیرین واقعا میبینید یک مسجد بسیار، مسجد عثمانی مثل ایا صوفیا وجود داره، روبروش کلیسای، این ورش نایت کلاب، این ورش بار، اصلا کسی به کسی کاری نداره از این بابت ها. خلاصه که این اسلام مجاهدین واقعا توی آلبانی داره پرپر میشه دیگه، افراد به لحاظ اون درون مایی ایدئولوژیکشون دارن تعمی کشن. الان مشکل اصلی برای سازمان اینه که فرد افرادش پاسخگوی یه سری از موضوعات ایدئولوژیکی که براشون داره ایجاد میشه توی این محله ده. این عقاید رجوی به درد همون بیابونای عراق و به درد همون روستاهای عقب افتادهی که دوروبر اشرف بودن میخورد، که جامعه جهانی رو اینجوری نشون بده به افراد که افراد فکر کنن مدام که چقدر افراد باسواد و تحصیل کرده و انقلابی بزرگی هستن و ما میخوایم جهان رو تغییر بدیم. بعد همون افراد وقتی که پاشون تازه به این بالکان میرسه اینطوری به این وضعیت میفته. بفرمایید. ببخشید. بسیار ممنونم. البته نشون میده که این اسلام اینها همون به خاطر داینامیک نبودنش و تغییر بله مونده ایستاست و نتونسته حتی توی عراق هم چیز کنه. آقای پرویز حنا میگه که آقای سربی، آموزش در سازمان برای افراد خاص و دستچین شده بوده. بعد آقای رزاقی میگه زنان بدبخت مجاهدین با آن ریش و سیبیل در نوک پیکان منگولی تشریف دارن. آقای علی حجاری میگن با سلام خدمت شما و مهمان عزیزتون آقای حسن حیرانی، اینجا جاسوس خانه مجاهدین شده. زمانی که من از دفتر مجاهدین پول میگرفتم از من میخواستند که هم علیه جدا شده ها و هم نفرات خودشان جاسوسی کنم. این رو آقای حجاری گفتن. بله، نظرتون همون تایید نظرات شماست. ضمن شما درباره اعتصاب غذا صحبت کردید، ما شنیدیم که آقای شکری هم مثل که میخواستن یا کردن اعتصاب غذا. شما مخالف هستید کلن با اعتصاب غذا، نه؟ خب راستش خب اعتصاب غذا چیز جالبی نیستش. یه بار ما همین یکی از نفرات به نام مجید رجبی که این اعتصاب غذا کرده، خب خیلی بچه ها تلاش کردن برن مستقیم غیر مستقیم این کار نگاه، چون میدونید این پیار ببین فکر کنم 7-8 ماه پیش یه عمل خیلی ناجوری هم رو معده‌اش داشته. بگذاریم که حالا این معده در اثر عدم رسیدگی تو سازمان و دروغی که بهش گفته بودن معده اینو عمل نکرده، عمل چند هزار یورویی هم بود که به هر حال کلی هم دوندگی شد. اولش حالا سازمان ملل قبول نمی‌کرد، بعد عملش خاص بود و ممکن بود حتی به خارج از کشور کشیده بشه، تو ایتالیا عمل بشه، به هر حال اون قبول نمی کنه. اولم خیلی حیاتی بود و بعد حالا دنبال پول بود از داخل ایران براش که بنده خدا این عمل انجام بده. انهایی که سازمان ملل بردش بیمارستان این عمل انجام شد، تو همین بیمارستان آمریکایی انجام شد. و حالا با این وضعیت این عملان 36 روزه که رفته تو اعتصاب قضا، خب خیلی وضعیت دردناکیه. حالا اکثر افراد بهش گفتن که حالا این کارو نکنین، خطرا یه آسیب جدی میبینی، حالا بعدش هم خود کسی پاسخ نمیسی وسط، ولی خب نتونستم قانعش کنم. ولی خب یه سری دیگه هم برحال یه چاره ای ندارن یا برحال تلاش میکنن که اینطوری حداقل صداشون به این ورانور برسه دیگه. منم با اعتصاب غذا مخالفم، همیشه گفتم شما معمولا اگه زندانی هستید وقتی اعتصاب غذا میکنید کمک میکنید به زندانبانتون، چون خودتون رو ضعیف میکنید، مخصوصا این روزا که با به اصطلاح این سوشال میدیا یا این وسایل اجتماعی میتونید صدای خودتون رو به گوش دیگران برسونید. نباید خودتون رو ضعیف کنید، مخصوصا افرادی که ممکنه مثل این دوستمون مشکل به اصطلاح معده و اینها هم داشتن و از قبل مشکلاتی داره. آقای پرویز انا میگه که در نشستی آقای مهدی برایی، احمد واقف
گفت از نظر ما هر کسی از ما جدا شده خائن است، چه میخواهد هنوز هوادار باقی مانده باشد چه نباشد، چه میخواهد منتقد باشد، برای ما فرقی نمی کند که چه طرفی هستند. و آقای سید امیر موثقی هم به ما پیوستن، ما سال نو رو به ایشون هم تبریک میگیم. به دوستان هم پیشنهاد میکنم ویدیوهای مصاحبه ایشون رو ببینن، که ایشون هم یکی از اونهایی بوده که با شجاعت کامل حتی زمانی که در سازمان بوده جلوی سازمان قد علم کرده و چه مصیبت هایی هم کشیده، دیگه اون رو در ویدیوها گفتن و ما به نوبه خودمون ممنونیم که میان و به اصطلاح میگن که چه گذشت که دیگران گول این سازمان رو نخورن. این سوال سومی که من از شما میپرسم، شما یه مقداریشو درباره همون راه اندازی به اصطلاح ماشین شویی و اینا توضیح دادید، ولی اگه بتونید اینو بیشتر باز کنید و توضیح بدید ممنون میشم. سنگ اندازی ارگان های دولتی علیه جدا شده، همه ما میدونیم که آلبانی کشور فقیری هست و معمولا دیگه این روزا که تو کشورهای ثروتمند هم اینقدر فساد هست که میشه افراد مسئول رو خرید، وای به حال کشورهایی مثل آلبانی و کشورهایی که فقیر هستن و اونهایی که در رأس کار هستن، بعضی وقتا حتی حقوقشون رو میگن از پولای زیر میزی و به اصطلاح باجایی که میگیرید از این اون تأمین میشه. برای ما بگید که سنگ اندازی ارگانهای دولتی علیه جدا شده. عرضم به حضورتون که جناب سوربی، من قبل از اینکه بگم، من همین چند روز پیش ملاقاتی داشتم با یکی از همین مسئولین آلبانی که من بهش گفتم خب به هر حال شما میدونی از وضعیتی که سازمان برای ما ایجاد میکنه، به هر حال این کارهایی که انجام میده، زد و بندایی که میکنه، این کشور مافیایی، خب رشوه داره میده. بعد این آقا برافروخته شد، گفتش که چرا به کشور ما میگی مافیایی؟ این سناتورای آمریکایی که میان از این سازمان اینقدر پول میگیرن، اونا مافیایی نیستن، شما به ما میگین. تنها خری که این وسط پول نمیگیره که اونا قدر و ارزش پول رو نمیدونه. و مگه چرا به اینجا به کسی میده سازمان؟ به آمریکایی ببین چقدر میده. دیگه حالا ما این وسط بدهکار شده بودیم که مثلا چرا به کنگرسمنای آمریکا اینقدر میده این سازمان پر افتخار رو، به این مثلا کم میده مقامات آمریکایی اینقدر میده. گفتم خب باشه، من به هر حال قصد توهین که نداشتم، باشه مافیا رو من اشتباه کردم، ولی خب به هر حال خود میدونی که این داره با این شیوه خیلی از مسائل دفعه میبینه قید میشه. مثلا همین کلاس کاریابی یه دفعه با این همه هزینه‌ای که انجام شد، کلاس گذاشتن تو کلاس‌ها تو هتل موندیال هفته دو بار انجام شد، سه سانس کلاس بود، بعد زانوجا نهار داده میشد، خیلی این همه خش، بعد یه دفعه اصلا نه مدرک این کلاس رو دادن و نه اصلا همه چی کامل قطع شد. فقط از ژنو چند بار مثلا بازرس اومد این پروژه ها رو چک کرد که این پروژه حتما بازدهی داشته باشه. بعد من خودم رفتم صحبت کردم، خیلی مورد استقبال قرار گرفت، کلی موضوع ایجاد شد، بعد یه دفعه اصلا همش که علم نکن شد. چجوری اتفاق داره میفته؟ بعد ما خود ما، من چند روز پیش ملاقاتی تو خود کمیساریا داشتیم که ما رفتیم صحبت کردیم، بعد گفتیم که آیا گفتن ما میریم، گفتم واقعا تو مندیت کمیساری ها یه همچین چیزی وجود داره که شما یه سری پناهجو رو توی کشوری بیارین، حالا اون کشور به دلایلی، حالا دلایلش هم که برای شما واضحه، بره ما رو مثلا قبول نکنه این وضعه، بعد شما ول کنه بری، همچین چیزی وجود داره که بعد سرش انداخت بعد گفتش که خب حالا اینطوری کرد و به این صورت. ما هم گفتیم که ببینید، ما همونطور که قرار بود، چنانچه آلبانی نمیخواهد یا نمیتواند یا در توانش نیست یا دوست نداره اصلا ماها رو بپذیره، خب باشه، ما اصراری نداریم که ضمن تشکر قدردانی از کشور محترم آلبانی که با مهمان نوازی که داشته ما رو در این مدت پذیرفته، خب اشکال نداره، باشه، شما به عنوان چتر حمایتی ما، به عنوان کسی که ما 7 سال پیش در عراق مصاحبه شدیم، خب باشه، ما رو به سایر این امباسی ها، به سایر سفارتخونه ها در آلمانی معرفی کنید، خب هر کدوم چند نفر رو بپذیرن. آیا این یک راه حل نیست؟ آیا این کار سختیه؟ که گفتش که نه، حالا به نظر من که نه راه سختی نیست، ولی خب معلوم بود که خب خودش
میگفت ما اینا رو گفتیم همه رو. بعد اون گفت خب خانه از پای بس میبرد. از یک بالایی یک توافقات میشه که آقا بزنیم اینا رو در به در کنیم که اینا یه عبرتی بشن برای کسایی که داخل مناسباتن، یه وقت هوایی به سرشون نزنه بخوان از این مناسبات پاک مجاهدین بیان بیرون. بیرون هیچ خبری نیست، بدتره. بله، میگن اینا رو بزنیم از دیگران به اصطلاح زرچش بگیریم. من یه سوالی از شما دارم. شما یه جایی در صحبتاتون گفتید که سازمان اخیراً حتی کمک میکنه که کسی اگر میخواد جدا بشه از اینجا بره. به چه کشورهای اینا میتونن افراد رو بفرستن؟ الان خدمتتون عرض میکنم. بفهم. سوای این که ما تو ملاقاتی که با کمیساریا بودیم در رابطه با این موضوع گفتیم که ببینیم، ما البته حالا خدمتتون عرض کنم، ما درخواستی که بچه ها دادن برای سفارت امریکا هم بردن. سفارت امریکا اینا البته بگم که در ورودیش یک دفتر شیشه‌ای بود که من رفتم اونجا این تومار پتیشنی که بچه‌ها امضا کرده و من خودم شخصا بردم سفارت امریکا. اونجا اون خانمی که اونجا بود گفتش که اینا پست کنین. گفتم نه، ما قبلا هم چه داشتیم مستقیم اومدیم دادیم. گفت خب من یه تماسی بگیرم. یه تماسی گرفتن و یه آقای اومد با یه دستگاه اینجوری چک کرد، حالا اینا رادیواکتیو هستن، می چیزی توش نباشه به لحاظ سلامتی این بسته. بعد کارت من اونجا گرفتن و گفتن همینجا وایسین، یه رو من نگه داشتن و یه آقای افسر اومد، خیلی هم بزرگ و بدن ورزیده و چیزی داشت، مثلا من اینطوری نگاهش می‌کردم، خیلی از من هیکل درشتش. بعد اومد صحبت کرد، گفت این چیه؟ گفتم که این یه توماری ما آورده در رابطه وضعیت ما، که گفتش که چه. گفتیم که ما با حمایت آمریکا اومدیم اینجا، الان این وضعیت رو داریم، آمریکا بیاد تعیین تکلیف کنه. بعد عرضم بزرگ که اون گفت نه، به ما رفت و گفت به من یه فرصت بده دارم با رئیسم صحبت کنم. رفت و برگشت گفتش که نه، به ما ربطی نداره دیگه، ما فقط همون موقع شما اومدیم اینجا دیگه، خودتون برید دنبال کنید با بذار کشور، اینجا ما کاری نیستیم. گفتم ببین، این پتیشن و این افرادی که امضا کردن به من به عنوان نمایندهشون دادن بیارم سفارت آمریکا که شما در اطلاع قرار بگیرید. اگر شما قبول نکنین اینو، خب باشه، همه این نفرات میان اینجا جلو سفارت، اینجا یک خلاصه گدرینگی میکنن، یک تجمع ایجاد میکنن. اون موقع جناب سفیر بیاد گفت نه نه نه، ما همچه اجازه ای نمیدیم. گفتم خب باشه، اجازه هم ندی اینا میان، بعد شما میخواین چیکار کنین؟ میخواین با باتون اینا رو بزنین؟ بعد آیا خوبه برای چهره دولت شما که توی روزنامه های آلبانی بزنن که عده‌ای از پناهجویان که با حمایت خود امریکا اومده بودن اینجا، پلیس سفارت اینا رو گرفت زد؟ اگه میخوای گفت خب نه، اینم که خوب نیست، یه لحظه ایزی بید من برم اینا رو خلاصه اکسپلینی بکنم واسه رئیسم. رفت و خلاصه بعد چند دقیقه یه خانم هیکلمند سیاه‌پوست اومد و از دورم خیلی هم خوش برخورد بود و گفت خب چی شده؟ گفتم که یه همچین موضوعیه، این میگه من قبول نمی‌کنم. خب اونا افراد مجبور خودشون بیان، که گفت باشه من اینا قبول میکنم و باشه دنبال میکنم. من خودم در ملاقاتی که با کمیساریا رفته بودم، من بهشون گفتم مقاماتی از سفارت امریکا خودشون به من در یک جلسه مذهبی در یک کلیسای اینترنشنال که من میرم به من گفتن در که اونا دارن مسائل ما رو دنبال میکنن، به من گفتن که به کمیساریا بگید مگر خود آمریکا، مگر خود آقای جانکری لطف نکردن تشریف آوردن اینجا وساطت کردن که همه رو از شرایط بحرانی و خطرناک راه آوردن اینجا؟ خیلی خوب، الان که دولت آلبانی ما رو نمی‌پذیره، خب همین ما رو معرفی کنید به همین سفارت آمریکا. که حالا اون آقایی که تو کمیساریا بود، آقای الیور، خودش آمریکاییه. بعد گفت اینا کی بودن که من اسم دو تاشون رو بردم و ایشون شناختن اونا رو؟ بعد گفتش که خب آره. گفتم آیا این حرف غیر منطقیه؟ گفتش که نه، خب باشه اینم هست. که دیگه اینطوری شد که ما یه پتیشن هم جمع کردیم، همین بچه ها امضا کردن. بگذاریم که حالا یه سری از نفرات هم خب امضا نکردن، که از فرقه پول میگیرن. فرقه تمام نفراتش گفته که اگر بفهمیم کسی رفته پتیشن امضا کرده در رابطه با حق و حقوق، ما حقوقشو قطع میکنیم. ببینی چه حرف کثیفی جناب سوری، که خب آخه این نفر که لعنتی از فرقه تو بیرون اومده برای حق و حقوقش
به خاطر اجازه کار، اجازه بیزینس، داکیومنت تراول، بلو پاسپورت، پاسپورت آبی، حق دیدار خانوادگی، برای اینا که حقوق اولیه‌اش تو میگی هر گونه اقدام میکنه حقوقشو قطع میکنه. خب تو چه منافعی داری که نفر به این چیزا نرسه؟ اصلا چرا دنبال این هستی که حتی نفری که از دفتر خودت داره حقوق میگیره، مستمری ماهانه میگیره، در به در باشه، در یک وضعیت بلا تکلیف باشه، نتونه مثلا به یه ثبات اجتماعی برسه؟ آقای حیرانی، شما خیلی قشنگ توضیح دادید در رابطه با حق و حقوق. به نظر میرسه که منطق سازمان اینه که حقتو فراموش کن اگه میخوای حقوق داشته باشی، ولی اگه حقوق گرفتی حقی نخواهی داشته باشی. اجازه بدید یکی از دوستان چون دارن اعتراض میکنن به شما، ما اینجا بهشون نشون بدیم که صدای معترضین را هم گوش میکنیم، هم میگیم نظراتشون رو. ایشون بله، ایشون خب نوشتن که اسمشون هست فرهام، فرمان ایرانی، عکسی چیزی هم ندارن، هیچ اشکالی نداره. ایشون نوشتن که اول سوالی که کرده بودن الان رفته بالا، بذارید من پیداش کنم. نوشته بود که شما به اصطلاح درباره اون دوست اون مجید که اعتصاب کرده از خودش ایشون اجازه گرفتید. ببخشید من، یا من کم میدونم در رابطه با این موضوع، کسی که اعتصاب قضا کرده دوست عزیز میخواد صداشو به جهانیان برسونه، شما باید داری ازش اجازه بگیری که اعتصاب قضا رو به دیگران بگید. بعد در قسمت دوم سوالشون یا سوال دوم گفتن که آقای حیرانی جوری صحبت میکنن که انگار نماینده جدا شده هستن. در قسمت سوالایی که برای من فرستاده شده اتفاقا نوشته شما به عنوان نماینده افراد جدا شده مجاهدین همراه با چند نفر دیگر از دوستانتان با مسئولین کمیسریا و رمسا ملاقات داشته اید. می شود مختصری از این ملاقات ها را برای شنوندگان و بینندگان توضیح دهید؟ یعنی به نظر میاد که این دوستمون از اخبار و وقایعی که اونجا میگذره یه مقداری دور هست. نمیدونم در اصل نظر شما چیه، من نظری ندارم. بفهم کسی که خواب میشه بیدارش کرد، ولی کسی که خودشو به خواب زده اصلا نمیشه بیدارش کرد. ببینید اول برنامه هم شما از من سوال کردین که نفراتی که در آلبانی هستن خلاصه از چه سیچویشنی برخوردارن، چه وضعی دارن، که من به طور کلی گفتم آقا سه دست افراد میشن. یه عده افرادی هستن که خلاصه نخ وصل به این سازمان دارن، قلاده این سازمان رو پر افتخار تو گردنشونه و نوکری و چاکری و آدم فروشی و همه کار دارن میکنن برسن. خب به هر حال یه منافع مادی هم خب این وسط نصیبشون میشه. یه ده افراد هستن، افرادی هستن که خستن و به هر حال سعی میکنن نه به سازمان چیزی بگن، نه مثبت نه منفی، این خونسا باشن. خودشون هم میگن آدم خسته میگن اصلا حوصله این نداریم، اعصابمون دیگه نمیکشه. یه ده هستیم که ما هستیم که تمام قد وایستادیم این سازمان رو افشا میکنیم. ما حتی توی یکی از ملاقات هم گفتم به یکی از مقامات بزرگش گفتم آیا من به عنوان کسی که 15 سال تو سازمان بودم حق ندارم از این 15 سالم خاطراتی رو بیان بکنم؟ گفت نه اون جرم نیست. خدا این کار جرمه؟ گفت نه جرم نیست. خب حالا یه دستم ما هستیم، یه عده ما هستیم. خب آیا ما حق نداریم نماینده خودمون رو توی این ملاقات داشته باشیم؟ دقیقا تو تمام این ملاقات سازمان ملل هم از هر سه دست افراد نفرات هستم. منم مطلقا نماینده همه افراد جدا شده سازمان نیستم. مثلا آرم میاد، شرمم میاد، متنفرم که نماینده یه سری از افراد آدم فروش، این بریده های ارزشی و بریده های مریمی باشم. نه، 100 سال 30 من نماینده اون افراد نیستم. به چه حساب؟ آدم های کجور پولشون رو میگنن راست راست میگنن، حالا بگذاریم نمیخوام کارهای دیگه شون رو بگم. باش، من نماینده بچه های خودمون هستم، همین کسایی که دارن برحال افشاگری میکنن علیه سازمان. تمام. و اصلا شما نگران نباش دوست عزیز، اصلا نماینده همه افراد نیست، شما نماینده خودتون رو داشته باشید. آقای رزاقی از پاریس نوشتن که انرژی و پولی که مریم قجر علیه جدا شده ها خرج میکنه اگه برای رژیم خرج میکرد 100 بار رژیم سرنگون شده بود. شب و روز مریم قجر و سران فرقه رجوی طراحی و اجرای نقشه هایشون علیه جدا شده هاست. بعد باز ایشون نوشتن که این ترفند فرقه رجوی سالیان سال است برای با
برای جدا شدگان در دستور کار هست که با وعده و وعید به آنها که کارهای قانونی شما را انجام می دهیم و شما را به کشورهای اروپایی و آمریکا می فرستیم و این را هم می گفتند که هر کس از هر کشوری آمده به همان کشور بازگردانده می شود. همش دروغ و کلک و شارلاتان بازی بوده و هست. و آقای حجری میگن، یا حجاری میگن، رجوی جدا شده را بین چکش و سندان قرار داده. رجوی که ادعای آزادی و دموکراسی را برای ایران فردا میخواهد به ارمغان ببرد، منظور ایشون اینه که حتی نتونسته آزادی رو در سازمان به این کوچکی برای افراد کم به اصطلاح تأمین کنه. خب بفرمایید اگه صحبتی دارید، اگه نه که باز برگردیم به اون موضوع سنگ اندازی ارگانهای دولتی و اگه فکر میکنید به اندازه کافی در اون مورد صحبت کردیم، سوالاتی رو که دوستان فرستادن براتون بخونم. بفرمایید. چیز خاصی الان بنده دارم نیست، برای اینکه شما سوال بفرمایید. خب میگن که توضیح بدید چه تولتهای علیه تهدید و اینها. خب اینها رو صحبت کردین شما، بعد همون که شما به عنوان نماینده افراد جدا شده مجاهدین همراه با چند نفر دیگر از دوستانتان با مسئول کمیسیون رمسا ملاقات داشته اید، می شود مختصری از این ملاقات رو که اینم توضیح دادید. شما در مصاحبه های چند هفته پیش در تلویزیون مردم اشاره کرده بودید به اعتصاب غذای، بفرمایید این در رابطه با دوستمون که میگه چرا صحبت میکنید، به اعتصاب غذای دوستتان آقای مجید رجبی. الان ایشان در چه شرایطی است و کمیسریا در این رابطه چه اقدامی کرده است با توجه به بیماری های سختی که دوستتان دارند؟ میخواین اینو این مقدار بیشتر صحبت کنید؟ چه کمیسریا مثل که هر روز بازدیدی داره، یک گزارش وضعیت میفرستم واسه ژنو، حالا به هر حال دستور ژنو باید بیاد. خب این کارمند اینجا هم که بنده خدا، حالا بعضیشون خیلی احساسات انسانی هم دارن و ناراحت مثل ما، و خب به هر حال میان صحبت میکنن که قانعش کنن که حالا این موضوع رو کنار بگذاره و اینا، که تا حالا موفق نشدن، که حالا بقیه هم دارن تلاش میکنن. موضوع دیگه در رابطه با این که گفتین که اینو فکر کنم از قلم افتاد، در رابطه با اینکه خود فرقه داره تلاش میکنه افراد برن، همینجا بگم خدمتتون که در رابطه با این بگم جناب سوربین بفرما. بله ببینید، همونطوری گفتم خط فرقه اینه که مطلقا کسی در آلبانی نباشه، چه ماها چه حتی همین بریده های مریمی که برای خودش کار میکنن اینا، و چه حتی همین افراد خونسا در غالب مثلا 1000 یورو مثلا چیزی که علنا گفته میشه، مثلا حتی کمک هم به اینا میکنه که اینا این کشور رو ترک کنن. الان اطلاع دیگه، حالا چیزی که از بچه گفتن، مثل که یه تور 35 نفری دارن راه میندازن که اینا برن یونان، حالا خورد خورد دست دسته که قاچاقچی هم دیدن و همه این کارا شده، و از اونجا مثلا پرواز کنم که بالا اکثرا کمی مسیر آلمان رو میخوام برم، دماشین آلمان. حالا یه سری افراد رو از سادگیشون استفاده میکنن و حالا فکر میکنن چه خبر، یه چه کبابی دارن باد میزنن، یا تحت عنوان این که آره حالا از مرز یونان که مثلا با قاچاقچی برین یونان، اونجا به بچه ها ما گفتیم که خونه براتون گرفتن، مثلا برین تو خونه که مثلا هزینه هم نداشته باشین. ولی باور کنیم جناب سوربیه، حتی افرادی که قبلا به این شیوه فریب این فرقه رو خوردن، بلند شدن رفتن و الان تو یونان شد باطلاقی و از توی اون یونان هرچی تماس گرفتن با این فرقه، حتی یک یورو بهشون کمک نکرد، پولشون هم تموم شد، الان با چه وضعیت و فلاکتی توی پارک بخواب و تو چیز هرچی هم زنگ میزنن نه. یه تعداد مثلا از یونان دوباره برگشتن، حالا برخی رو حالا قبول کرد کمیساریا بهش حقوق داد، بعضی هم که نه دیگه همیشه بدون حقوق موندن و داره از خانواده‌شون پول میاد، این وضعیت دارن. الان هم یه سری رو که تحت عنوان این که اینجا آینده ای نداره و فلان اینا، یعنی خلاصه کسی وای نیست اینجا برای حقش بجنگه. چرا؟ چون فرقه نمیخواد، چون فرقه برای کسی حقی قائل نیست. تو اصلا چه حقی؟ تو به انقلاب خاورمیانه هم خیانت کردی. تازه من خودم داخل مناسبات بودم، مریم رجبی تو نشست گفت حتی اگر ما نتونیم به سرنگونی برسیم،
گلوله آخر رو گذاشتیم برای کسایی که عهد شکستن، پیمان شکستن، خیانت کردن به سوگند جلاله خودشون با برادر مسعود و تمام کسانی که خیانت کردن و از این مناسبات خونبار رفتن. دیگه وقتی که وقتی یه همچین صاحب تئوری و اندیشه طرف چه حقه، چه حقوق بشری قائله، فقط صرف این که تو پشت کردی به خواهر مریم، انقلاب خواهر مریم، تو حکمت مرگه، تازه یه منتی هم میذاره که ما تو رو نکشتیم، بعد تازه میگه که از چقدر عقده ای که میگه من حتی اگه به سرنگونی هم ما نرسیم گلوله آخر گذاشتم، حالا باش طلبت گلولت هم خواهیم دید. بس الان این فتنه ای که فرقه در راه میندازه که افراد به این صورت، حالا به هر حال یونان هم بین راحتی نیست مثل گذشته، این هم آدم اونجاست، خب به هر حال خود شکل و قیافه و اینا، دونستن زبان و اینا هم خب تاثیر داره، با این چهره های آفتاب خورده و فلان اینا، خب طبعا که حتما یه تعدادشون میتونن بپرن برن، حالا چند هزار یورو هم پول قاچاقچی بدن دیگه، حالا یه دم باز گیر میکنن. ولی چیزی که برای فرق مهمه، از 70 نفر که تو تیرانه هستن 35 نفرش حداقل کم بشن، یه ذره نفس راحت تری بکشن. خب ولی مطمئن باشه ما فعالیتامون رو بیشتر می‌کنیم، بیشتر نفس شیم. بله، این دوست ما وقتی من گفتم ممکنه اطلاع نداشته باشن، نوشتن که اتفاقا های سوری من خودم از تمام ملاقات ها با خبر هستم و در بعضی ها هم بودم و اینطور نیست که مهمانتان میگوید همه را من رفتم، اول میگن در بعضی، بعد میگن همه را من رفتم و صحبت کردم و یا مهمان شما میخواهد برای خودش پروسه سازی کنه. نمیدونم منظورشون خودشونن یا شما هستید که همه را رفتن. در صورت نه من همه را نرفتم، بله. من فقط دو خب. تا سه طرف. نه حالا سوال اینه اگه ایشون شما رو به عنوان نماینده خودش قبول نداره، خب اونجا میتونه بگه من آمدم خودم صحبت کنم، اصلا بحث اینها نیست. اصلا ما ببینیم آی سوربی، بل. ما تمام کسایی که ما رفتیم هر کس حرفای خودش رو زده، کما اینکه نفر فرقه هم اونجا چیکار میکرد، میگفت ما خودسوزی میکنیم، خودمون رو آتیش میدیم جلوی این کمیساری ها، هممون رو حساب قضا میکنیم، در صورتی که این حرفا چه کمکی به کیس ما میکنه؟ خب این حرفا هم حرفای فرقه بود. بل. من بهش هم گفتم خب باشه چه خودسوزی، خب به خود آتیش بشه، از قول بقیه میگی خودسوزی، خب چه کمکی به کیس؟ چرا این حرفا رو میزنی؟ چرا مثلا روند این ملاقات های ما با کمیساری داری خراب میکنی؟ چرا میخوای مثلا یه همچین موضوعاتی بره به ژنو؟ چرا میخوای یه مش آدم وحشی از ما نشون بدی؟ این کارا مال وحشیگری مال خود فرقه بود دیگه، مخصوصا با نبود. دستور تشکیلاتی داده میشه خود تو آتیش بزن، دستور تشکیلاتی داده میشه استاق غذا کن، ما همچین کاری نمیخوایم بکنیم. باشه کما که به اونجا ما تو ملاقات هم قبلش هم بعدش به چیزی گفتم، حرفای منو جداگونه نگه دار، این کیس صحبت من سر کیس نفرات خودمونه که ما داریم افشاگری مونن، این فرقه دیگه، بقیه هر کار میخوام بکنم خوشون بزن اصلا جلو تریلی به ما رفت نداره، اونا رو با ما لطفا قاطی نکنید. که دقیقا گفتم با شما همه سطوح این نفر جلو شده همه رو میشناسیم، همه رو برای ما آگر میدونیم کی چی کار میکنم. خب یه سوال، یه سوال تکنیکی که آقای مانی خورسندی از کانادا میپرسند، میگن که مجاهدین جدا شده اگر اعتقاد به کارشان داشتند چرا انشعاب نکردند و یک سازمان مجاهدین حقیقی تشکیل ندادند، تشکیل دهند، مثل فدایی ها، تودهی ها، شاهنشاهی ها و غیره. اجازه بدین من نظر خودم رو بگم آقای حیرانی، بعد شما بستش بدید و بیشتر توضیح بدید. خب آقای مانی خورسندی، فداییان اقلیت، اکثریت، شاه اللهی ها، سلطنت طلب ها، شاه پادشاهی پارلمانی، به قول معروف مورچه چیه که کله پاچش چیه؟ خود سازمان مجاهدین بعد از 50 سال به خاطر نابخردی مسعود رجوی و این کارای زشت و زنبازی شد، این کارا به کجا رسیده؟ تبدیل شده به یک مورچه. حالا این دوستان بیان کله پاچه مورچه درست کنن، ولی سعی میکنیم حالا آقای حیرانی هم پاسخ بدن، ضمناً آقای راستگو هم نوشتن که آقای فرهان فرمان به نظر میرسد شما کمی حسود تشریف دارید، وگرنه این حرفهای بچگانه و رجوی پسند را نمیزدید. فکر نمیکنید یک دست صدا ندارد؟ خب شما کار خود را بکنید و آقای حیرانی کار خودش را، به شما چه مربوط است که حیرانی چه کار میکند؟ این هم جواب اون دوستمون آقای راستگو به
آقای ایرانی و سوال آقای مانی خورسندی. آقا چرا شماها جدا نشدید و بگید که ما میخوایم سازمان مجاهدین حقیقی و اون ایده و آمال و آرزوهاشو داشته باشیم و دنبالش رو بگیریم؟ این حالا خود توضیح سخته، ولی ببینین جناب سوربی، حالا شما مثال مورچه رو زدین، حالا نه اصلا گیرم مورچه نست، خیلی گنده تر از باشه. موضوع نیستش که چرا، چون کلیت این دستگاه، کلیت فکری این دستگاه، ایدولوژی این دستگاه، استراتژی این دستگاه بر باد فناست. اصلا چیزی نمونده که شما بخواید باز حالا یه تیکش رو جدا کنین. یک جریان کاملا فراموش شده ای که من حتی زمانی داخل فرقه بودم، یکی از فرماندهانم آدم فهمیده ای بود، میگفت ما با تمام عظمتی که برای خودمون قائلیم آزاد، ما یک برش فرهنگی زمانی و مکانی از ایران هستیم که فراموش شدیم در ادوار ایران در این 14 دهه، چون ما اون برش فرهنگی رو آپدیت نشدیم تو جامعه ما، مچ نشدیم، بلو با حتی ایرانی خارج از کشور. بعد ما یه برش فراموش شده هستیم. بعد حالا ما خودمون تو اون برش فراموش شده، حالا ببین یه تیکه فراموش شده دیگه هم ایجاد کنیم، حالا چه تأثیری داره؟ خود این سازمان با این عرض و طول و با این همه خرج و با این همه پولی که خرج میکنه، حالا ببین حالا تو ایران چقدر خاطرخواه داره که حالا باز ما یه تیکه چیز کنیم، اونم ببین اسم این سازمان رو یدک بکشیم، مجاهدین حقیقی یا مثلا حالا هر اسمی، من چه خریداری نداره که، یعنی این جنس نیستش که خریداری داشته باشه که حالا ما بیایم باز یه چیز دیگه به رنگ و لعابمون. هر طیف زمانی، هر نسل برندای خودشو داره. برند تنها تو لباس و تو مدل لباس، برندای فکری، برندای سیاسی، برندای فرهنگی. تو که مدعی اسلام انقلابی بودی، تو که هنوز تو عاشورای مجاهدین گیر کردی، تو اشرف موسی گیر کردی، تو مانتو میلیشیایی فاز سیاسی گیر کردی، بعد وضعیت حجاب شما تو ایران دارید میبینید که مثلا به چه صورته، چقدر مثلا خوش لعابتر شد نسبت یکی دو دهه پیش. بعد خواهرای مجاهد همه این افغانی های، حالا قصد توهین نیست، مثل این مهاجران افغانستانی که تو مرز بندهای خود میان با اون وضعیت، بعد چه جذابیتی خود این چیز داره که فرقه داره که حالا ما بیایم باز یه چیزی هم یدک بکشیم به اسم فرقه. کما اینکه فردن حالا تو ایران بودم، دوران دانشجو اصلاح طلب بودم، برحال اون زمان حداقل چیزی که تو ایران بود جریان خاتمی بود و اصلاح طلبی که حالا بگذاریم مسائل دیگه، حالا موقع برنامه دیگه، ولی خب هنوزم معتقدم که در ایران هر تغییری بخواد انجام بشه از داخل ایران خواهد بود، امکان نداره از بیرون ایران اتفاقی بیفته. حالا اینا دل خوش کردن که مثل جریان عراق که عراقیزه کنن مسیر تحولات ایران، که یک حالا عمو ترامپی بیاد یک ترامپ و ترومپی بکنه و یه حمله بکنه به ایران و تغاری بشکنه و دنیا به کامل کاسلیستان، نه همچه خبری نخواهد. اینا تنها چیزی که براش مونده بود همین بود، کما که حالا بعدا میگم یه نشستی بود چجوری به زبون مبارکشون آوردن همین حرف رو. ممنونم. آقای رزاقی توضیح جالبی دادن، میگن که آقای مانی خورسندی، نفراتی که از سازمان جدا شدند و توانستند زنجیر اسارت را از دست و پا باز کنند، آیا منطقی هست دوباره به دست خودشان زنجیر اسارت به پای خود ببندند یا بزنند؟ تشکیلات به هر اسمی یعنی اسارت در پنجه قانون. من درآوردی که شما هم خوب توضیح دادید که زمان این نوع سازمان ها گذشته، و یه توضیح جالبی درباره عراق. حالا اگه عراق، من اتفاقا به اینایی که هی میگن چرا تونس ایران نتونس، میگن بابا تونس که تونس، الان تونس به کجا رسیده؟ یا افغانستان یا لیبی یا مصر یا عراق که اون آقای چلبی آمد و اینا مثالهای خوبی نیست. مثل این میمونه که من به شما بگم آقا بیا پول بده من میخوام باهات شریک، منو شریک کن، چون تا حالا 10 تا رستوران شریک بودن و همشون ورشکست شدن. خب معلومه که هیچ کس نمیاد جلو. بعد ازم حضورت که جناب سوربی، تونس که تونس، ایران 40 سال قبل تونس به هر حال یک حاکمیت مذهبی رو داره تجربه میکنه.
و به آخرش هم رسیده و همین حاکمیت چطور داره آپ تو دیت میشه. ببینید خود چلبی عراق همون که میگه مسعود رجبی همه اشراش اینه که بشه چلبی ایران، میتونه با این وضعیتی چی میتونه این کارو بکنه که نخاطره، ولی خاورمیانه ما داره قرون وسطای خودش رو عبور میکنه و ایران هم، جامعه ایران، فرهنگ ایران، نسل جدید ایران در نوک پیکان همین گذر مذهبی از اسلامه که به یک اسلام دموکراتیک دارن میرسن. یعنی داره گام به گام مسیر خودش رو طی میکنه. حالا اگه کسی یه اهداف دیگه ای داره چش میگن. من یه دفعه داخل سازمان نشستی بود این سیکلوئر مزرعه حیوانات ابریشمچی اومده بود رکیک ترین فوشا رو به رژیم ایران میداد، بعد یعنی این فوشای بدی آخونده اینجوری تو حوزه اونجوری نه. حالا تهش حرفش چی بود؟ که به خاطر همین 2000 آزادی که مقدار آزادی که به ترنسا توی ایران داده شده و این عملای M2F و F2M و ترنسیشوی حالا اینا، حالا تو ایران اینو تصویب کرده بودن، خب این عملا باز شده بود، بعد سال مجاهدین طاقت نمی آورد این موضوع رو، بعد میگه خب بعد حالا جالب بچه‌ها به هم میگن خب پس کی به کی داره میگه مرتجعه تو ایران این الان آزاد شده، بعد تو اینجوری خیلی سختت موضوع از این بابت. خیلی ممنون. اجازه بدین این دوست ما یا زیرکانه میخواد بحث رو به یک کلکل بیهوده بکشه یا اینکه واقعا متوجه حرفای شما نمیشن. شما هیچ جا نگفتید اون دوستی که اعتصاب قضا کرده عملی وحشیانه انجام داده. شما درباره خودسوزی گفتید این عمل وحشیانه است. بله بله. ولی این دوست ما اینجوری که نوشته براتون میخونم، نوشتن که همین الان مهمانتان از مجید صحبت کرد، بعد در ادامه آقا اولا شما از مجید شما رو نمیگم آقا ایرانی، به این آقا میگم شما آقای ایرانی از مجید اجازه گرفتین که ازش اینجا صحبت میکنین؟ پس اینجوری نیست که هر کی میخواد از هر کی صحبت کنه، مخصوصا کسانی که پابلیک فیگر میشن شناخته میشن. شما توی مهمونی اگه نشستی گفتی که آقای راستگو، کانون آوا، آقای رزاقی یا سوربی تلویزیون مردم، کسی نمیتونه به شما بگه آقا زنگ زدی از اجازه بگیری که صحبت کنی. در اصل من فکر کنم این دوستمون یا واقعا ناوارده یا میخواد زیرکانه بحث رو به بیراهه بکشه. میگه که دعوت جون کنین یه دفعه بیان مستقیم تو برنامه صحبت کنن دیگه. بسیار فکر خوبیه، شما مغز من رو خوندید. هر که در او قش باشه بله بیایید آقای ایرانی بیاین صحبت کنید. و کسی که اینجوری میگه در جلسات بوده، شما همچی کسی رو میشناسید اصلا؟ دیگه ما 3 نفر بودیم دیگه از کل نفراتی که به حال ما جمع بودیم جلوی چیز، اومدن گفتن 3 نفر بیان که بچهای ما گفتن که مثلا خب آزاد تو برو، بچه اونا خب خودشون چیز کردن، کاری هم نداریم به هم، هر کس نکات خودشو میگه. حالا بسیار به هر حال هستن افرادی که همینطور که تو برنامه شما بحث رو بیراهی میخوام بکشن، تو مدت محدود ملاقات چه در وزارت کشور چه در کمیساریا چه در امسا، خب اونجا هم خط فرقه رو پیش میرن که به انحراف بکشن دیگه. هنر ما اینه که بدون هیچ تنشی، بدون هیچ عصبی شدنی، بدون هیچ دعوا مرافعی بتونیم اون مغز مطلب رو انتقال بدیم. بله خیلی ممنون از شما. اجازه بدید من این سوالا رو بخونم. و میپرسن که گزارشی از اکسیونهای اعتراضی جدا شده ها در تیرانا بدین، مثل که شما یه برنامه ای رو به اصطلاح پیش گرفتید که با برنامه جلو برید از این اکشن یا اکسیون هایی که بفرمایید. راستش رو بخواهن ما خب اکسیون هایی داشتیم بگید دوتایی تا حالا، بعد یه اکسیونش هم که اکثریت آمدن اونجا، چند تا خبرنگارم اومدن عکس گرفتن، خب حالا برخشون رو من میشناختم، خب خیلی از این روزنامه ها اینا دورانی که محمدی اینجا بودن با همسرشون، خب به دلیل حجم مصاحبه‌هایی که رسانه‌های مختلف با آقای محمدی داشت، خب این مثلا خب من با خیلی آشنا شدم. حالا یکی دو تاشون اومدن اونجا منو میشناختن اصلا، گفتن که تو اون زمان محمدی ما دیده بودیم. عرضم حضورتون که اینا عکس گرفتن، اینا غیر از اینکه 2 مورد بقیه‌شون چاپ نکردن. بعد یکیشون که دوست من هست، من باهاش تماس گرفتم گفتم چی شد چاپ نکردین؟ فرداش هم دوباره تماس گرفتم چاپ نشد. گفتش که سردبیر موافقت نکرد. گفتم خب چرا؟ اون که برای موضوع کمی نیستش. گفتش که خب برای مجاهدین
اینجا رو خیلی پول خرج کردن، سردبیر مثلا خب اکثر روزنامه ها و فلان اینا رو در رابطه با مطالب که به نه دوست ندارن. خب به هر حال خود تا وضعیت کشور ما رو میدونی اینطوری، خلاصه پول میخواد که ما نداشتیم دیگه، برای فرقه خیلی پول خرج میکنه. بله خیلی ممنون. پس این برنامه ها به اصطلاح افرادی که با هم هستیم با هم فکری هم دیگه یه بله کارهای انجام میشه، ولی بیشتر وقتا به بنبست میخوره که اون دست آره اندازی هست که متاسفانه بله. یکی از بخش دردناک قضیه خب همینه دیگه، که خیلی تلاش میکنن صدای ما رو خفه کنن، خب برا ولی ما از تلاش وای نستادیم، تمام تلاش میکنیم. بله خیلی ممنون. میگن خواسته هایی که شما مطرح کردید چی بودن یا چی هستند؟ خواسته های زیادی هم نبوده، مثل تمام ارزم اولا که ما گفتیم که تو این ملاقات اخیر هم گفتیم فقط یک جواب بدید، ما رو تعیین تکلیف کنید، یا بله یا خیر، همون خیر هم بگیم باز ما تعیین تکلیف میشیم از خیلی بابت ها. الان این وضعیتی که اینطوری چیز شده، بعد هر روزم افراد رو میترسونیم، افراد با ما عصبی هستند، اصلا ندارن، همش نگران هستند. خب بالاخره شما دارین یه حقوقی رو میدین، نفر یه خونه اجاره کرده، الان هم ذهنش درگیره که خب سر ما من اجاره خونه از کجا بیارم آخه. بعد افراد خب دارن زندگی میکنن، شما این استرس های آدم پر از استرس هست. بعد حالا ما بهشون گفتیم که در رابطه با این موضوع ما هیچ چیز زیادی هم نمیخوایم، مثل همه خبر، مثل همه کشورهای دیگه، خب برای یه ریل داره، ما از موقعی که وارد این کشور شدیم این کشور تا حالا با ما یه مصاحبه نکرده. شما مثلا این آلمان میرین، جایی میرین توی کمپ هست، خب یه مصاحبه با شما میشه دیگه، که بعد مثلا جواب میدن به شما که پذیرفته شدین یا نشدین، که بعد تو ریل میفتین یه داکیومنت تراول داده میشه، بعد از کمپ میرین هایم، بعد از هایم مثلا تو هایم زبان کلاس، بعد از آموزاتون که خب بالاخره اجازه کاری داده میشه. ما نه، ما اصلا هیچی، فقط یه کاغذ به ما دادن، رزیدنت پیپری داریم، برگه اقامه که گفتن همونو مثل که میخواد تبدیل به کارتشون، یعنی آیدی کارت هم به ما داده نمیشه، که همون برگه رو مثلا رو مقوا میخواد چاپونه مقوا، یعنی چیز خاصی نیستش. عرضم بزرگتون فقط ما چیز بعدش هم بودم، والا اگر به شما نمیخواد خب باشید یه کمیساری ها تلاش خوش میکرده دیگه، خب نه بیاد به سایر سفارت ها معرفی کنید، اونا نفرات رو بپذیرن، تخصش کنه تو بقیه کشور دیگه. حالا تو این کشور اینجور بومبست خورده، اتفاقا ناگفته نمونه که خودشون هم گفتن که ما خودمون حتی از جنب دنبال یه راهکاری هستیم که یک راهکار مناسب پیدا کنیم که ادامه دار باشه. یعنی منظورش این بود که این داستان جدا شدن افراد از این فرقه خب تمامی که نخواهد داشت، باز یه ما دیگه چهار نفر میاد، دو ما دیگه دو نفر میاد، خب بالاخره باز اونا رو چیکار کنیم. به همین خاطر خودش اطمینان میداد که ما واقعا همه وضعیت رو گزارش کردیم به ژنو و ببینیم چی میشه. ما حتی الان نفراتی داریم که قصد برگشت به ایران رو دارن، خب خانواده اینا خیلی دنبال کردن در داخل ایران، موافقت مثلا قسمت مختلفی گرفتن، ولی دولت اینجا، وزارت کشور اینجا برگه نفر رو امضا نمیکنه که برگرده. اینم داستانی شده برای ما. بسیار ممنونم. در رابطه باز با همون بیانیه هایی که انتشار دادید و اون اکسیون های اعتراضی و اینها، میپرسن که موضع دولت آلبانی در این رابطه چیست؟ مثلا من شنیدم که شما وقتی رفتید سفارت آمریکا گفتید خب اگر به ما رسیدگی نکنین ما جلو سفارت تظاهراتی را میندازیم و اینها، اونجا دولت آلبانی اگه شما بخواید تظاهراتی انجام بدید و اینها به اصطلاح اقدامی میکنن که وسیله این درست بشه، برای مهیا بشه، یا به اصطلاح مانع میشن در برگزاری این تظاهرات؟ نه، عرضم به حضورتون که ما که به اونجا به اونا نگفتیم که ما میخوایم اینجا اعتراض را بندازیم جلوی سفارت شما. ما گفتیم اگر که شما خب این پتیشنی که افراد امضا کردن من دادم ببرم، خب اگر شما اینو قبول نکنیم، خب خود افراد میان اینجا حضورا تک تک جمع میشن اینجا، مراجعه میکنن، نکاتشون رو بگن. که گفت نه، گفتم خب ما اجازه نمیدیم، ما این کار رو میکنم اولدوران بولدوران میکرد. گفتم خب باشه، شما حتی این چیزی هم که میگی این کار رو هم بکنید،
خب بعد چی میشه؟ چه خبری تو روزنامه ها تیتر میشه؟ که کسایی که با حمایت شما اومده اینجا مورد سرکوب خود شما قرار گرفتن. آیا به نفع شما، شما اینو میخواهید که اونجا کوتاه اومدن بودن برگر رو گرفتن. حالا اینکه دولت آلبا مثلا قصد پروتست گدرینگ نداریم، حالا دولت آلبانی اجازه میده یا نه؟ خب اگر که ما تا حالا با کلی بدبختی یه اجازه یه آکسیوم گرفتیم فقط توی میدان اسکندربه، اونم در ساعت خلوتترین ساعت روز، اونم برای 45 دقیقه یک ساعت، تازه بعد از 10 20 بار عقب و جلو کردن و سردوندن، اصلا نمیدادن. حالا دیگه برای جلوی سفارت آمریکا با اون همه تدابیر شاید امنیتی که داره که اصلا مطلق، چون اصلا آلبانی خیلی میترسه، هر دولت مرداش همه وحشت دارن آمریکا که بخواد این کار بکنه، نه مطلق هیچ همکاری نخواهد کرد، اصلا جواب هم نمیدن. ما خیلی اینقدر مکاتبات زیادی داشتیم و در کشور و در خارج، اصلا مطلق قبول نمیکنن. اجازه بدید من تشکر کنم. از آقای ایرانی میگه که من قصد منحرف کردن نداشتم و ازشون اجازه میخوام که این بحث همینجا خاتمه بدن و اگر مایل هستن با کانون آوا تماس بگیرن، مهمان برنامه باشن، ایشون هم نظرات خودشون رو بگن. مطمئنم که دوستان مایل هستن صحبت های ایشون رو هم گوش کنن. ضمناً آقای شکری میگه که ما بیرون از سازمان هستیم، وضعمون اینه. وضع اون بیچارهایی که درون سازمان هستند ببینید چی هست. خیلی ممنون. آقای کرمی هم همین صحبت رو میپرسن از آقای فرهام، آیا شما میخواهید وارد این بحث شوید؟ بعد آقای کرمی به ایشون گفته من حاضرم با شما بر سر موضوعاتی که مهمان برنامه صحبت کرد صحبت کنم. ممنونم از ایشون. و میرسیم به این سوال که شما نکته ای پیامی برای دوستان، چه اونهایی که جدا شدن، ولی دیدیم شما این جدا شده ها هم دستبندی کردین چند نوع مختلف، چه اونهایی که هنوز در سازمان هستند، شما پیامی دارید یا صحبتی دارید؟ مخصوصا الان که سال جدید هست احتیاج به پیام جدیدم داریم بعضی وقتا. بفرمایید. خواهشان قبلش بگم که من دستبندی نکردم افراد رو. افراد بسته به تمایلات خودشون یا اون چی که فکر میکردن به نفعشونه یا برحال بسته به خلق و خوی خودشون یه انتخابی کردن. من فقط اون انتخاب ها رو خدمتتون عرض کردم. کلا دستبندی کردی افراد کار خوبی نیست. در رابطه حالا اینکه پیامی رو به افراد داخل مناسبات میخواستم بگم که خودتون همتون، ما همه یک جا بودیم، هممونم لحظات مشترکی داشتیم، چه در اون نشست ها در رابطه با اون قوانین ضد انسانی که اصلا واقعا شعور و عقل و منش و انسانیت رو به سخره می گرفتن، ما همه نکاتی داشتیم و می گفتیم که اینا درست نیست. این چیزی اونجا با ما چی می گفتن؟ مگر نمی گفتن که نه ما خودمونم به این ضوابط اعتقاد نداریم، ما خودمونم قبول نداریم، این فقط به خاطر شرایط زمانی و مکانیه که مبارزه و مقاومت ما درش قرار گرفته مجبور شدیم با این شیوه مقاومت کنیم و ما هم قبول میکردیم و آنسلی صادقانه بود. خب باش، الان که ما آمدیم واقعا خب چی شد؟ دیدیم که نه، همون شیوه استپ بای استپ، گام به گام همینطوری رفتن و رفتن و رفتن تا به مزرعه حیوانات رسیدن به این صورت. خب آیا این دروغ اینها برای ما عیان نشد؟ خب الان هم همین الان هم آیا تو همون مزرعه حیوانات امسال نسبت به پارسال وضعیت قوانین چجوری شده؟ آزادی ها چطوری شده؟ همین امسال من با اطلاعاتون، ما دیشب پریشب تماسی از داخل فرقه از زیر پتو با من داشتن، گفتش که امسال 13 به در کسی رو گفتن بیرون نمیریم. بعد الان هم همه رو یه آماده باش سیل دادن، همه رو گردن توی این اتاقا که توییت کنیم در پیام های خواهر مریم رو در رابطه با سیل و فلان اینا، مثلا عیدشون هم اینطوری شد. خب دیگه دوستای سابق، همرزمای سابق، خب برات شما خودتون داخل مناسبات داریم میبینیم. من نمیگم بیرون سازمان بهشت برینه، من نمیگم که اینجا هم سختی خوش داره. من حتی چند وقت پیش یک پیامی هم از داخل داشتم به میگفتش که من خیلی مرددم چیکار کنم، من
بیام نیام. گفتم نه والله من اصلا نه تشویقت میکنم بیای بیرون و نه بهت میگم بمون اونجا، به خودت مربوطه. منظورتون اگر داخل فرض سازمانه نه داخل ایران؟ نه داخل سازمانی که نفر بله. داخل سازمانی ایمیلی حالا برای من فرستاده بود، گفتش که داشت به هر حال ادوایزی از ما میخواست، مشاوری. گفتم نه 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 مطلق هم چیزی رو از من نخواد، من نه تو رو تشویق میکنم بیای بیرون و نه بهت میگم تشویق میکنم بمون اونجا. خودت میدونیم اینجا بیرون سازمان بهشتی بری نیست، ولی خب سختی خوشی داره، مشکل خوشی داره، ولی موضوع شرف آدمه، موضوع شعور آدمه، موضوع اینه که واقعا آدم جونشو و خونشو و نفسشو پای کی گذاشته، امضای خون و نفس به کی داده. این همه امضا و تعهد دادن، نقش خود رهبر پاکباز مقاومت نقشش در کجای این امضا است؟ تمام این قرمز صدق رفتن های یک طرفه تشکیلات رو به رهبری و منت رهبری رو به جا آوردن و این همه مزخرفات و احمقانه که بالاخره آدم خودش باید نگاه کنه. اگر واقعا فکر میکنی نه خوبه، کسی احساس میکنه که نه واقعا داره باقی صالحات میشه برای آخرتش، خب باشه بمونه. ولی اگه کسی هم به نقطه رسیدی که نه بیشتر از این خودش رو تحقیر نکنه، خب برحال بیرون هم بیای، زندگی جنگ خودش رو داره و لذت های خودش رو داره. همین رو من بیشتر نداشتم، چون ما جناب سوربی شما حالا داخل تشکیلات نبودیم، در تشکیلات ما دو زندان داریم، یکی زندان قابل رویت همین که آدم ها رو بردن یه جای دورش رو فنس کشتن، یکی هم زندان فکریه، این یک زندان در زندانیه که آدم از این زندان به اون زندان میشه، جسم یک جور زندانیه، زندانی ضوابط ذهن یک جور زندانیه، ایدئولوژی و عقاید و اون پروپاگاندای تشکیلات ایدئولوژی که تحت انقلاب مریم پاکراهایی دارن به افراد حکومه میکنن. برای همین این نمیتونیم بگیم که خود فرد باید بگذره به اون نقطه برسه، به زمان میخواد. من همین داشتم. بسیار ممنونم. اجازه بدین از دوستان تشکر کنم که با ما بودن. اگر سوالی دارن یا نظری دارن میتونن در فیسبوک، حتی بعدن که این برنامه ها هم به صورت زنده نیست، مطرح کنن، بنویسن و امیدوارم دوستانی مثل آقای حیرانی و آقای کرمی و آقای رزاقی و محمدی و موثقی و اینها، حتی آقای بیت مشعل هم اینجا بودن، پاسخ بدن و با هم آقای شکری هم اینجا هستن، با هم به اصطلاح بتونیم به نتیجه‌ای برسید که همه خوشحال و راضی باشید. در هر صورت من ممنونم. من صفحه کانون آوا را هم نشون دادم، وبسایتشون هست آوا خط فاصله association.com. اجازه بدید اینجا بهتون نشون بدم، زیر اسم آقای حیرانی نوشتیم آوا خط فاصله association.com. اونجا خبرها رو میذارن و به اصطلاح میتونید با این دوستان در تماس باشید. بازم تکرار میکنم، درست برعکس سازمان مجاهدین که یک تلویزیون مدار بسته درست کردن و بیشتر خبرهایی که میگن یا صحبتهایی که میکنن میشه گفت دروغ هست، این دوستان از روز اولی که این برنامه رو شروع کردن در رو باز گذاشتن برای سوال، انتقاد و نظرات. ضمناً یک برنامه رو آقای فرامرز دادرس درست کرده بود راجع به مجاهدین در کانادا، گویا همکاری دارن میکنن با اون سازمان ققنوس یا بنیاد ققنوس، ما نفهمیدیم بالاخره این جنبش هست سازمان چی است، و میگه اولین کاری که کردن اعتراض کردن به اصطلاح نمایندگان ایرانی در کانادا. شما خبر دارید از این مسئله؟ معذرت میخوام، ببخشید یه بار سوالتون رو اون همین الان از طرف خانواده دهدشنیا یه پیام اومده که من بخونم. خب میخواین در همین رابطه صحبت کنید؟ سوال و نه، درباره برنامه آقای فرامرز دادرس بود که درباره ققنوس و مجاهدین صحبت کردن، اون زیاد مهم نیست، شما اون توی کانون آوا وبسایتشون هست میتونن دوستان ببینن، ولی این پیامی رو که شما میگید بخونید تا دوستان هم در موردش صحبت کنن. بفرمایید. یه لحظه تا تلفن رو بیارن، اگه سوال دیگه هست شما بفرمایید. بله. آقای رزاقی نوشتن که آقای سوربی، مریم قجر و سران فرقه با شیادی و ترفند کثیف تو سر اعضا میزنن و گفتن سن و سالتان گذشته،
از سازمان بیرون نروید. این نان و محل زندگی را هم نمیتوانید داشته باشید. مریم قجر با این شیوه کثیف اعضای نگونبخت را میترساند. دقیقا همون چیزی که شما گفتید که میگن ببینید اینا. بله بفرم. دقیقا جناب سوری، من چند وقت پیش خب در داخل مناسبات فرقه اینطوریه که هر چند تا کامپیوتر به یک کامپیوتر وصله که اون نفر افسر مانیتورینگه که این کامپیوترها رو چک میکنه. حالا عرضم بزرگ که توی اتاق بغلی که الان افسر مانیتورینگ دو نفره شده، علاوه بر تمام اینا، حالا مثلا افرادی اگه بخوان از داخل فرقه با بیرون حالا چندش بشن چند صفحه باز کنه، حالا مثلا بتونه وسط صفحه بیرون. چند وقت پیش از داخل همین مناسبات به اصطلاح خواهران یه نفری برای من چند کلمه زد که تو فلانی رو میشناسی؟ گفتم که آره. گفتش که یه پیرمردیه، خودم آره نفری بوده قبلا ام او بوده تو سازمان که این چیز کرده الان داخل اینجاست. بعد گفتش که فلانی رو میدونی؟ یکی از همین نفرات توی که از مناسبات خواهران جدا شده که حالا هم سنای ماست، به ما گفتن که این با اون ازدواج کرده، درسته؟ گفتم نه بابا فلانی اصلا اینجا نیست، این رفته یونان الان رفت. گفت به ما اینطوری؟ گفتم که ببین قبل از این که بخوان اون خانومی که پیش شما بوده رو خرابش کنن، اینو میخوان تو ذهن شما ایجاد کنن که فکر نکنه اگه بری اینجا زندگی و ازدواج چیزی در نظر داره، باید بری با یه پیرمردی ازدواج کنه. تو مثلا یه دختر 40 ساله هستی. این که میگی دقیقا درسته، اصلا یکی از بُعد تبلیغات داخل تشکیلات در رابطه با جدا شده و همینه، افراد رو توی حتی ولو با احرام ناامیدی افراد رو نگه دارن. خب اگه اجازه بدین این پیام از طرف خانواده دهدشنی من خدمتتون بخونم. بفرمایید. عزیزترینم بیژن جان سلام، تقویم باز یادآور رفتن توست، سالها میگذره. بارها برایت نامه نوشتم و باز هم مینویسم تا روزی که صدا و چهره قشنگت را بشنوم و ببینم. میدانم که آرزویم برآورده خواهد شد. من کماکان به این امید دارم زندگی میکنم. بیژنم عزیز دلم، بهترین سالهای جوانیت به نوعی از دست رفت و غبار سفیدی بر سرت نشست. اما اینها مهم نیست و نخواهد بود. زمان آن فرا رسیده که به زندگی و خانوادت فکر کنی. به خودت بیا، مهم نیست که چه بود و چه گذشت. و تو هم میتونی مثل خیلی از دوستانت از آن خواب غفلت بیدار شوی و به دنبال زندگی و خانوادت در دنیای واقعی باشیم. تنها امید و آرزوی ما این است که صدا و تصویر تو را ببینیم. ما با این امید روزگار خود را طی می‌کنیم. بیژنم، تک تک خانواده سلام می‌رساند و مشتاق شنیدن صدای گرم امید زندگی‌ام هستم. سلامی خاص به گرمای آفتاب خدمت برادر و داداش عزیزم دارم، به خصوص که از طرف دخترم رامینا و پسرم راوش که از تو فقط خاطراتی در ذهن دارن، عکسشون رو برایت میخواهم بفرستم. دنبال راهی هستم که به دستت برسد. خواهر چشم به راهت مهناز. بله این از طرف خانواده دهدشنیا بود که امانتی بود که من خدمتتون توی این برنامه، امیدوارم که به دست بیژن برسه. بسیار ممنون. ما هم امیدواریم که ایشون بشنوه این پیام رو در سال نو و تصمیم خودش رو بگیره. آقای کرمی نوشتن که این مسئله را بارها و بارها در نشست‌های گوناگون میگفتن که شماها سن و سالتان بالا رفته، بروید بله برید بیرون، از گشنگی میمیرید، چون یک لقمه نان هم نمیتونید در بیارید. اما ما آمدیم بیرون، نه تنها از گشنگی نمردیم، بلکه صحیح سالم خیلی خیلی هم بهتر از گذشته هستیم علی رغم سن بالایی که داریم. البته این سن بالا هم به اصطلاح
معیارش فرق میکنه. اون وقتا من یادم ما که جوان بودیم اگه میگفتن یکی 40 سالشه میگفتیم این خیلی پیره. حالا وقتی میگن یکی 40 سالشه به عنوان جوان برای ما تلقی میشه. در صورت این روزا مسئله سن اصلا نیست و من فکر کنم هر کسی که تصمیم بگیره آزاد باشه این توانایی رو داره که در هر محیطی بتونه از خودش نگهداری کنه و درآمد داشته باشه. در این مورد اگه صحبتی دارید بفرمایید. نه مال میکردم قبلش در فکرش باید آزاد بشه تا بتونه جسمش آزاد کنه. وقتی که در اسارت فکری هست اسم اگر ما واقعا حالا به عنوان مسلمان موحد یا هر چی یگانه پرست معتقدیم که هو رزا و این روزی تقسیم شده 8 میلیارد انسان رو کره زمین هم دیگه، حالا تو این کره به این وسط برای ما جایی نیست. واقعا حکایت کسایی که توی فرقه هستن حکایت پرنده های قفسیه، یعنی همین رو حقوق کردن. ما اون موقع داخل فرقه بودیم یکی از نفرات که حالا مثلا جدا شده که حالا برای همین فرقه داره کار میکنه با یه وضعیت تحقیرآمیزی در مورد شما اف قرارگاهمون صحبت میکرد و گفت به فلانی که میخواست بره گفتم کجا میخوای بری؟ اینجا آبت و نونت به راه آخر عمری، چرا میخوای خودت خراب کنی؟ ببین با چه تحقیری صحبت میکردم با طرف که انگار مثلا فقط همین مشکلات دنیا همین آب و نون نشه، تو آب و نونت به راه بمونم اینجا به این صورت. بسیار ممنون از شما. و اسم اون دوستمون آقای بیژن دهدشتی نیا بود نه؟ خواهرشون مهناز خانم پی. آره من شادش رو بخونم دهدشتی نیا. اهل کجا هستن کلا؟ راست رو بخواید دقیقا من الان نمیدونم. بله. یعنی دهدشتی نیا حالا یکی از دوستان که دارن نگاه کنن برنامه رو مگه بینیستن تو کامنت ها براتون. بله. خیلی ممنون متشکرم. آقای پرویز هنام نوشتن که این فرقه با تبلیغات دروغ سعی می کند تا افراد را در همان زندان رجوی نگه دارد و ایشون نوشتن که دلتون باید جوون باشه، از پس هر مشکلی برمیاین. و آقای کرمی هم نوشتن که آقای دهدشتی نیا بچه اهواز هستن. اهواز اهوازی هست. بله. من حتی یه پیامی حالا جدید نیست، چند وقت پیش گفتن از داخل برنامه آمد بچه ها میگفتن گفتن ما حالتون چطوره، خوب مواظب خودتون باشین. برای چی؟ گفتن که تو همین نشست حالا مثل همین زهر و مریخی بوده یا احتمال زیاد که آره ما چیز میکنیم و اینا سراغ این نفرات برید مزدور بعد این همین افرادی که افشاگری مهای فرقه سکه سرویس خواهد رفت، ما میدونیم چی کار کنیم باهاشون. بعد مثلا حالا در رابطه با توته ها گفتیم اینقدر اینا پر رو وقی شدن که الان تو نشسته خودشون میگن که مثلا ما اولدورم بولدورم میکنه که این کاری میکنیم که بچه ها نگران شده بودن و مثلا از داخلشون گفت مواظب باشیم. گفت نه چی مواظب باشیم، ما کاری نکردیم، چه جوری مردگی شدیم. همین امروز که ما جلوی رمسا بودیم، رمسا دور یک میدانی به نام میدان زاگوزی سه تا برج هستش، الان برج 15 طبقه که طبقه ششمی که از این برج هست، یک محوطه بین این سه برج، اسم این برج سی ای تی ه، حالا سنتر آلبانیان مثلا تاور، برج های مرکزی آمریکا آلبانیه. بعد اونجا چند تا کافه است، حالا چند تا صندلی هم داره. امروز من اول که وارد شدم سه تا از نفرات فرقه اومده بودن اونجا جلوی در رمسا نشسته بودن، در صورتی که اونجا مطلق محل عبور نیست، سه تا از همین مسئولین ایشون اومده بودن نشسته بودن. بعد یکیشون رفت، دو نفر مونده بودن، دوربین هم دستشون بود و چه می‌دونم. بعد باز دو نفر دیگه از اون در اون طرفش اومد تردد کردن و همون نفراشون رو فرستادن. بعد اونجا گشت میدن و حالا ما نمیدونیم چه توطئه‌ای میخوان کنن یا اطلاعاتی میخوان در بیارن، میخوان چیکار بکنن. بعد ولی چیزی که ما خودمون اونجا فضا رو دیدیم که به بچه‌ها هم همه هوشیاری دادیم این که اینا اومدن اونجا میخوان تحریک کنن افراد رو، درگیری ایجاد کنن، که ما همه کامل حواسمون بود که مطلق با هر چیزی هم بود واکنش نداشته باشیم، تحریک نشیم هیچ، چون اصلا همینو میخواد فرقه، همینو میخواد که درگیری ایجاد بکنه. کمان که اون وحشیگری که اون زمان آقای محمدی اومده بود، حالا یه زن شوهر با این سن و سال، یه پدر و مادری،
بعد اون هم آدم لات و لوت ریخته بودن، یک دعوا مرافق. حالا شانس آوردن که اونجا بازار بود و قسمت شلوغ شهر بود، اینا نتونستن غلط زیادی بکنن، در حد حالا چند تا مشت اینطوری زدن که حالا اونم یه خورده ملتهب شد آقای محمدی که بردنش بر شانس. ولی بعدش ما رو بردن تو پاسگاه، خود مردم پلیس زنگ زدن، بعد اصلا 60-70 نفر آدم ریخته بودن، یک وحشیگری مثل همون اشرف و لیبرتی تروریست را انداخته بودن که بودن. ولی خب آره، این که میگه همچین چیزایی هست، هوشیاری بیشتر ما رو میطلبه. خب ما سعی میکنیم حواس جمع باشیم، اون کاری که اونا میخوان، اون دامی که اونا فرنگ کردن، نه ما توش نیفتیم، نه ما همچین قصدی نداریم. بسیار ممنون. در آقای ایرانی نوشتن که از نظر فرقه فرقی نمی کند کجا باشی، از نظر رجوی بیرون از تشکیلات همه مزدورند و بیرون از تشکیلات را برای افراد تابو کردند و هر بار هم با یک موضوعی مثل هتل مهاجر عراق، که خیلی ها بعدا گفتن هتل مهاجر اونجوری که سازمان گفته بوده نبوده. شما در این رابطه تجربه دارید، میخوان چیزی بگید؟ یا عرضم به حضورتون که این که میگه رجبی این کار میکنه، این یک سبک فکره، این یک تئوری رجبی. هر کسی که کوچکترین حرفی علیه چیزی بزنه، علیه این فرقه بزنه، اینا مارک رژیم میزنن. حتی نتونه مثلا یک نفری مثل آقای یغمایی دیگه، به اون که دیگه نمیشه همچین مارکایی زد، به اون چی میگن؟ میگن مزدور بیجیر مواجه برشیم. یعنی اینا کسی هم دیگه ادناهای نتونن چیز کنن، رژیم مالیش کنن به قول خودشون، این میشه مزدور بیجیر مواجه برشیم. کما اینکه خود مسیح علی نژاد چه توهینایی که بهش نمیکردن توی همین بریفای سیاسی فرقه، که آقا این مسیح علی نژاد مال این چهارشنبه های سفید، یه اصلا مزدور تربیت شده وزارت اطلاعاته که این هدفش اینه با ساپورت مثلا اینا خواسته سرنگونی مردم رو به آزادی حجاب داره تقلیل میده. این اینجوریه. چرا سازمان مجدد تب کرده بود، این فرقه تب کرده بود که فردا حجاب تو ایران آزاد بشه، که حالا نیمه آزاد شده الان، این آزاد بشه که خب این چه خواهی تو سرش بکنه؟ چرا؟ چون میگه پتانسیل از بین میره، خودش حرفش این بود. بعد برای همین تمام کسایی که ختمشی غیر از این داشته باشن، میگن اینا مزدوران سیستم وزارت اطلاعات هستن که تیغ مقاومت رو کند کنن. کسی هم که انتقاد بکنه بی برو برگرد. این هم یه دونه چیزه، این هم پولیتیکه، لو رفته است این چیزه. یه دفعه همون روزی که من داشتم سازمان میمدم بیرون، این جانوری به نام احمد باقر که همون مهدی برای کمین، هر چی ما میگفتیم هی رژیم رژیم میکرد. گفتم که والله این رژیم رژیم کردن شما مثل آمریکا کردن این رژیم شده که هر چی تو میگی بعدم چی چشقره میرم مونده و چی بگه. آره این پلیتیکی شده. بسیار ممنونم. دو تا ویدیو هست که اگر دوستان مایل باشن روی فیسبوک گذاشتیم، یکی تلاش مذبوحانه مجاهدین برای پاک کردن گذشته، یکی هم نگاهی به زندان جدید سازمان مجاهدین خلق در آلبانی. که این ویدیوها رو معمولا ما میذاریم روزایی که دوستان نمیتونن در برنامه باشن یا برنامه زنده نیست پخش میکنیم، یا اگر به اصطلاح دو ساعتی که قرار هست با ما باشن مقداری وقت اضافه داشته باشیم و اینها رو نگاه میکنیم، به اصطلاح نشون میدیم هم در تلویزیون مردم هم در فیسبوک. ولی بهترین به اصطلاح جا اینه که شما کانون آوا رو چک کنید، وبسایتشون رو، اگر هم مایل هستید که مهمان برنامه باشید باشون تماس بگیرید. من آقای حیرانی از شما واقعا ممنون و متشکرم. دوستان هم در جهت تایید حرف شما میگن که این آمدن و خود نشون دادن به اصطلاح تلاش مذبوحانه ای هست که به اصطلاح اذیت کنن افرادی رو که میخوان برن یه جایی برای حق و حقوقشون و به این صورت اونها رو از راهشون جدا کنن. و آقای هاجری میگه آقای سربی افراد فرقه در شهر هم به دنبال ما و هم به دنبال نفرات درون فرقه که با ما تماس نگیرند هستند. خلاصه به نظر میرسه که آقای حیرانی اصلا اینا ایران و آخونده و رژیم جمهوری اسلامی فراموش کردن و برای خودشون یه سری کارهای جدید درست کردن، نیست اینجور؟
جناب این موضوع یادم اومد، یکی از همین نفراتی که از دفتر پول میگیره چند وقت پیش اومد گفتش که رفتم پول بگیرم، به این تذکر داده شده که گفتن به همه این تذکر رو دادیم که اگر بشنویم عکسی بیاد گزارشی بیاد یا حتی بشنویم که تو با آزاد یعنی من حسن حیرانی صحبتی کرده باشیم حقوق قطع میشه. به همم گفتیم چون حسن حیرانی مرز سرخ ماست. گفتم خب چرا؟ بگه خب بقیه هم هستن که علنی هستن. گفته نه، این توهین کرده به اشرف سه که ثمره خون همه شهدای مقاومت و گفته مزرعه حیوانات. این مرز سرخ حاج عبدالله گفته بشه، این مرز سرخ ماست و الان حواشی و یک حتی همین نفرات جدا شده یک شوخی بین خودشون میکنن، میگن که جنگ سازمان مجاهدین از خلاصه ساختن آزادی و دموکراسی برای ایران چرخیده، چون دستش به گوش نمیرسه چرخیده روما. بعد حالا به شوخی بچه ها میگن حتی اگر عربستان سعودی هم به این فرقه پول نده به خدا قسم این میره از خود همین رژیم جمهوری اسلامی پول میگیره، کمک مالی میگیره که بیاد علیه ما استفاده کنه، علیه ما جنگش ادامه بده. یعنی دشمنشو عوض کرده. دقیقا همین که میگی، آره این خیلی تو چشم میزنه. آقای رزاقی هر وقت چیزی می‌نویسن یک حالت طنزی توی نوشته هاشون هست، میگن که مریم قجر با در دستش از ترس هارت و پورت میکنه، مخ پوسیده های رجبی فکر میکنن با عکس و فیلم برداری میتونن جدا شده ها رو بترسن. من فکر میکنم مریم قجر دلش برای ما تنگ شده و به این وسیله عکس ما و فیلم ما رو برمیداره پدر عاشقی بسوزن. مریم قجر رئیس جمهور حسرت به دل هم دلتنگ میشه. دستت، من ممنونم از شما. دوستان عزیز، باز هم اگر مایل هستید در برنامه ها باشید یا سوالی دارید یا درباره صحبت های آقای حیرانی نظراتی دارید، حتما تماس بگیرید و ما راه های تماس رو اینجا دیگه انقدر زیاده که احتیاج به گفتن نیست. سوشال مدیا که اولینش همین فیسبوک و ایمیل و به اصطلاح این یوتیوب و اینها هست، بعد از طریق تلفن، از طریق پیام، از طریق تکست میتونید تماس بگیرید. وبسایت شما رو هم، فیسبوک شما رو هم من نشون دادم و دوستان میتونن از اون طریق هم با شما در تماس باشن. باز هم اگر صحبتی دارید بفرمایید، اگه نه خداحافظی میکنم ازتون و سال خوبی براتون آرزو میکنم. اون دوتا فیلم رو هم روی فیسبوک گذاشتم، تلاش میکنم که روی مردمتیوی.com هم نشون بدم. بفرمایید. فقط در انتها من مجددا تاکید کنم، هم دوستانی که کامنت گذاشته بودم، مطلقا من نه نماینده همه خودم رو میدونم نه همچین اجازه به خودم میدم، تنها و تنها همون طیف بچه های خودمون و عرضم بزرگتون که سخنگوی کسی هم نیستم، ولی از تمام امکانات من همین قبل از اینکه بیام اینجا با خبرنگار لومون داشتم صحبت میکردم و در تمام صحبت هم همین وضعیتی باطلاقی که این فرقه میخواد ایجاد کنه برای نفرات رو دارم تشریح میکنم که فرقه این کار رو نتونه بکنه، و به تمام اونایی هم که از همین نفراتی که جدا شدن از فرقه حالا دارن با فرقه کار میکنن، آدم فروشی میکنن، به هر حال من میخواستم بهتون بگم که انهای در انتها تای قضیه تو همی کسی از ما، به هر حال تو اگر اینقدر عاشق مریم خانم هستی خب میموندی اونجا، حالا اومدی اینجا که مثلا آلت دست فرقه باشی گلوی ما رو بگیری، اون چه کاریه؟ پس چرا اصلا اومدی بیرون؟ تو در قلب باز هم کسی هستی که اون سیستم رو قبول نداشتی، اون سیستم فکری رو قبول نداشتی که بلند شدی اومدی بیرون. و حرف هم اینه که وجدان خودت نگاه کن، به درون خودت سکوت کن، فکر کن این کاری که باید واقعا درسته، این مثلا بشی باعث عذاب دیگران، مثلا که فرقه باز علیه بقیه چیزونه. از درخواست داشتن که هر کسی بازم انتخابای خودش رو تو زندگی داره، ولی واقعا دیگه خودفروشی کردن این بیرون برای فرقه واقعا دیگه خیلی متعفنه. حالا میگیم که کسی که اونجا بوده خب فرقه از روحیات خلقیات وطن پرستانه افراد سو استفاده کرده، با پروپاگانده های خودش، با حیله های خودش نفر رو کشونده، با مکانیزم هایی که خودش داشته نفر رو نگه داشته سالیان، ولی الان که دیگه اومدی بیرون که انسان آزاد هستی که چرا خودت و شرفت و وجدانت و انسانیت تو سمت خودت بفروشی و بعد بیای بخوای بشی عذاب جون بقیه. من همین رو داشتم.
جناب سازی، بسیار خیلی هم ممنونم. ممنونم که من برنامه رو دعوت کردیم، امیدوارم که نکاتی گفته باشم که مفید باشه. خیلی ممنون. بله اینجوری بود و باز هم امیدوارم در برنامه های آینده باشید با خبرهای بهتر و همونجوری که گفتم سال خوبی براتون آرزو میکنم. هر روز بهتر از دیروز، فردا بهتر از امروز. مرسی که با ما بودید. ممنونم، قربان شما، خدا روز روزگارتون خوش. مرسی. خب دوستان عزیز با آقای حسن حیرانی آزاد بودیم. روی فیسبوک به این اسم هستن، حسن حیرانی آزاد. و دوستمون آقای کاووسی مثل همیشه انتقاد میکنن که چرا ما از مجاهدین و از شاهی ها میگیم اینها تاریخشون گذشته. خوب شد که شما نوشتید تاریخ. میگن که از گذشته به عنوان چراغ راه آینده باید استفاده کرد و من مطمئنم که شما هم خودتون در مهمونی ها که هستید از مدرسه‌تون میگید، از ورزشتون میگید، از دیروز میگید، از 2 هفته پیش میگید، همه اینها میشه گذشته، همش هم تاریخ مصرفش تموم شده. در هر صورت شما هم میتونید حرف خودتون رو بزنید و تلویزیون مردم آینه ای هست که به اصطلاح مردم رو نشون میده و شما میتونید ببینید. اگر شما این برنامه رو دوست ندارید میتونید برنامه های خودتون رو داشته باشید و صحبت خودتون رو اینجا به گوش دیگران برسونید. ولی از این که با ما بودید ممنون و متشکرم. دوستان عزیز این ویدیوها رو که گذاشتیم تماشا کنید. ضمناً آقای کرمی میگه که هدف 1 تا 100 فرقه رجوی الان مبارزه با جدا شده هاست و اگر به وبسایت هاشون نگاه کنید به اصطلاح برنامه ای برای مبارزه با آخوندها و اینا نمیبینه. میگن که آقای سعید کاووسی گرامی شما چقدر مجاهدین رو میشناسی، چقدر از جنایاتی که علیه مردم ایران انجام داده و میدهند اطلاع دارید. در تازه هر قد خود من که فکر میکردم خیلی میشناسمشون و باشون حتی همکاری کردم تا از اون لیست تروریستا بیرون بیان، بعدن که با این دوستان آشنا شدم و صحبت کردم دیدم ای داد بیداد چه ماجراهایی پشت اون شعارها، پشت اون به اصطلاح عکس های تبلیغاتی خوابیده که از هیچ کدومش خبر نداشتم. اب نداره آدم بدونه، بیشتر بدونه بهتر از اینه که یا ندونه یا کم بدونه. باز هم از شما ممنون و متشکرم. این برنامه ها تا 1-2 ساعت دیگه به صورت بایگانی روی یوتیوب، روی گوگل، روی کانون آوا، روی تلویزیون مردم هست و تا هفته دیگه دوشنبه هم هر روز از تلویزیون مردم حداقل روزی 1 بار، بعضی وقتا روزی 2 یا 3 بار پخش میشه. شما هم میتونید مهمان برنامه های کانون آوا باشید. کانون آوا، صدای منتقدین و جدا شده ها از سازمان مجاهدین هست. روز روزگار بر شما خوش.